بابا لنگ دراز نویسنده جین وبستر گوینده سمانه مبلغ حسین قلبم میزد صدای تپشش رو حتی توی سرم میشنیدم ولو شده بودم روی صندلی فکر کردم اشتباه شنیدم مدیر پرورشگاه خانم لیپت دستش رو جلوی صورتم تکون داد دوباره تکرار کرد جروشا شنیدی چی گفتم قرار بفرستیم دانشگاه چرا ماتت برده دختر جای تشکر کردنته حواستو جمع کن چند بار پشت سر هم نفس عمیق کشیدم و زیر لب گفتم دانشگاه دانشگاه دانشگا دانشگا دیگه صدای خانم لیپتو نمیشنیدم بدون اینکه چیزی بگم از اتاق بیرون رفتم دوست داشتم تنها باشم کی قرار بود منو بفرسته دانشگاه کار پرورشگاه که نبود پس کار کی بود روی اولین نیمکت نشستم به حیات پرورشگاه نگاه کردم یعنی دیگه لازم نبود اینجا بمونم یعنی خلاص شده بودم پرورشگاه حاضر نبود هزینه دانشگاه منو بده پس کی حاضر شده بود منو بفرست دانشگاه خانم لیپت حرفی نزده بود فقط گفته بود که یکی از اعضای هیئت و منو از انشای من خوشش اومده بود تصمیم گرفته منو بفرست دانشگاه تا یه نویسنده بزرگ بشم یعنی آخرین باری بود که پرورشگاه رو میدیدم یعنی دیگه مجبور نبودم نگران رفتار بچه ها با هیئت اومنا باشم یعنی دیگه لازم نبود برای مدرسه رفتن جایی رو تمیز کنم بعدم سرزنش های خانم لیپتو بشنوم دیگه مجبور نبودم برای هر اتفاق کوچیکی توضیح بدم یعنی پرورشگاه گریر فقط خاطره میشد بال در آورده برده بودم آینده برام روشن بود خانم لیپت گفت تنها شرط شما برای فرستادن من به دانشگاه اینه که براتون نامه بنویسم خیلی تعجب کردم به نظرم نامه نوشتن به کسی که نمیشناسیش خیلی عجیبه راستش من تو عمرم بیشتر از سه چهار بار نامه ننوشتم باید مرا ببخشید که نامه هام هیچ شباهتی به نامه های درست حسابی نداره من تا حالا جز نامه های اداری نامه دیگه ای ننوشتم اما از اینکه کسی رو دارم که براش نامه بنویسم خیلی خوشحالم حتی اگر طبق قرار از طرف شما نامه ای دریافت نکنم نمیدونم شما رو چی صدا کنم به نظرم صدا کردن کسی که تا حالا ندیدیش و حتی اسمش هم نمیدونی کار خیلی سختیه من در مورد شما فقط سه چیزو میدونم اول اینکه قد بلندین بعدم اینکه ثروتمندین و در آخر اینکه از دخترا بیزاری اول گفتم بهتر صداتون کنم آقای عزیز از دخترا بیزار اما بعد دیدم که این یه جور توهین به خودمه بعد گفتم صداتون کنم آقای ثروتمند عزیز اما اینم یه جور توهین به شماست اینجوری انگار مهمترین ویژگی شما فقط پولتونه تازه شاید یه جوری شما از دخترها خوشتون بیاد و پولتون رو از دست بدین ولی تا آخر عمرتون قد بلند باقی میمونید برای همین تصمیم گرفتم به شما بگم بابا لنگ دراز بابا لنگ دراز عزیز من رسیدم سفرم با قطار چهار ساعت طول کشید احساس عجیبی داشتم چون تا حالا توی عمرم سوار هیچ قطاری نشده بودم دانشگاه جای بزرگ و گیج کننده ایه. هر وقت از اتاقم بیرون میام گم میشم الان نمیتونم راجع به اینجا زیاد براتون بنویسم وقتی از این گیجی بیرون اومدم براتون یه عالم چیزای مختلف مینویسم الان که دارم براتون می شنبه شبه و کلاسات دوشنبه شروع میشه. راستش یکم دلشوره دارم دیروز خانم لیپت خیلی جدی گفت که شما خیلی بزرگی در حقم کردید و باید احترامتون رو حسابی نگه دارم اگه نمی گفتم از نظر من شما قابل احترام ترین آدم دنیایی که به سرنوشت یه آدم یتیم توجه کردید تمام این تابستون راجع به شما فکر می کردم. تنها تصویری که ازتون دارم اینه که از پله ها پایین می اومدین تا برین جلوی در ماشینتون. راه رو خیلی تاریک بود. وقتی ماشین جلوتون وایساد، نور چراغ ماشین سایه بزرگ شما رو روی زمین و دیوار راه رو انداخته بود. سایتون شبیه یه پشه خیلی بزرگ با دست و پاهای دراز بود. من این تصویر شما رو خیلی دوست دارم. احساس احساس میکنم که خانواده پیدا کردم احساس میکنم که بالاخره به کسی تعلق دارم بعد از این همه سال تنهایی بالاخره یه نفر به من علاقه پیدا کرده از این فکر واقعا احساس خوشحالی میکنم خب من دیگه باید برم دو دقیقه دیگه زنگ ساعت ده و میزنن اینجا همه چی با زنگ ساعت اعلام میشه مثل زنگ خوابیدن، زنگ کلاس رفتن، زنگ ناهار اینجا زندگی پر از جنب و جوشه خیلی خب همین الان چراغا خاموش شد و من باید برم نامه دوم. بابا لنگ دراز عزیز من عاشق دانشگاهم و عاشق شما که منو به این دانشگاه فرستادید خیلی خیلی خوشحالم نمیدونید اینجا چقدر با پرورشگاه گریر فرق داره تو خوابم نمیدیدم که توی دنیا همچین جایی وجود داشته باشه دلم برای کسایی که دختر نیستن و نمیتونن بیان اینجا میسوزه حتی مطمئنم دانشگاهی که شما توش درس خوندین به این خوبی نبوده اتاق من توی برج بلندیه که قبلا ساختمون بیمارستان بوده سه تا دختر دیگه به جز من توی طبقمون هستن یکیشون سال آخریه و عینک میزنه دائما به من میگه میشه یکم ساکت تر باشی؟ دو نفر دیگه هم نسل من سال اولی هم. اسم یکیشون سالیه اون یکی هم جولیاس سالی مواش سرخه و دماغش هم سربالاست رفتارش خیلی خودمونیه جولیام از یه خانواده سطح بالای نیویورکیه هنوز وجود منو احساس نکرده جولیام و سالی با هم هم اتاقی هن. ولی من و اون دانش روی سال آخری برای خودمون اتاق تکی داریم توی دانشگاه معمولاً به سال اولی و اتاق تکی نمیدن فکر کنم مسئول خوابگاه با خودش فکر کرده که خوب نیست یه دختر خانواده دار با یه یتیم هم اتاق باشه به هر حال یتیم بودنم مزایایی داره. اتاقم دو تا پنجره و یه چشمانداز قشنگ داره برای منی که 18 سال با 20 نفر توی یه اتاق بودم تنها بودن خیلی لذت بخشه این اولین باریه که مجبورم با جروشا عبود خلوت کنم فکر کنم که ازش خوشم بیاد شما چطور؟ نامه یه سپو بابا لنگ دراز عزیز اسم میکلانج به گوشتون خورده؟ میکلانج یه نقاش مشهور توی قرن وستا بوده تو ایتالیا زندگی میکرده همه یه از سر کلاس ادبیات انگلیسی میشناختنش اما من فکر میکردم که میکلانج فرشته مقرب خداست برای همینم همه کلاس بهم خندیدن توی دانشگاه همه توقع دارن که خیلی از چیزایی که یاد نگرفتی رو بدونی این جور وقتا اعصاب آدم خیلی خورد میشه اما جروشا عباد راه خودش رو پیدا کرده وقتی دخترها راجع به موضوعی صحبت میکنن که من چیزی در موردش نمیدونم سکوت میکنم بعدش توی لغتنامه پیداش میکنم و یادش میگیرم به همین راحتی دفعه اول اشتباه ناجوری کردم یکی از بچه ها اسم یه آدم مشهور برد من ازش پرسیدم یکی از دخترای سال اوله بعد از اون روز تمام دانشگاه از این شوخی من با خبر شدن اما من الان دانشوی باهوشیم حتی باهوشتر از بقیه راستی بابا من برای اتاقم کلی اساسیه خریدم وسایلم ترکیبی از رنگ زرد و قهوه‌ایه. من از بینشون بیشتر از همه از میز تحریر چوبیم خوشم میاد. میز تحریرم و همراه سالی از حراجی خریدم. سالی به هم کمک کرد تا این وسایل رو از دانشجوی سال آخر بخرم. سالی تو خانواده بزرگ شده که برای خودش خونه داشته. به خاطر همین خیلی بیشتر از من از اسباب و اساسی خونه سر در میاره. راستی بابت پول ماهیانه ازتون ممنونم تا حالا بیشتر از چند سنت پول نداشتم قول میدم قدر این پولا رو بدونم حالا به اینجا عادت کردم بذارین یکم در مورد دوستان براتون بنویسم کنار سالی به آدم خیلی خوش میگذره سالی خیلی بامزه است همیشه شوخی میکنه اما جولیا درست برعکسشه هیچ و هیچ چیزی رو نداره هیچ وقت سعی نمی کنه که دوست داشتنی باشه به نظر جولیا همین که آدم از خانواده پندلتونا باشه بیچون و چرا میره بهشت انگار من و جولیا به دنیا اومدیم تا دشمن همدیگه باشیم اصلا آبمون توی جوب نمیره از درسام هم همینو بگم که این مدت کلی لاتین و فرانسه و هندسه یاد گرفتم یکم هم اعضا شناسی ببخشینو خیلی حرف زدم سرتون رو درد آوردم تا نامه بعدی دوستار شما جروشا عباس بابای عزیز و ندیده من سلام قبل از هر چیزی دوست دارم بهتون بگم که من اسمم رو عوض کردم البته هنوز توی دفتر دانشگاه اسمم جروشاست ولی همین امروز سعی کردم به همه بگم که اسمم جودیه خودم هنوز به این اسم عادت نکردم ولی دوستش دارم کاش خانم لیپت تو انتخاب اسم بچه هایی کم سلیقه به خرج میداد فکر کنم فامیلیا رو از روی دفتر تلفن برداشته عبوت همون صفحه اولش بوده حتما اسم جروشا رو از روی سنگ قبر یک کسی انتخاب کرده من همیشه از اسم جروشا متنفر بودم ولی از اسم جودی بدم نیمد با اینکه اسم بامزهیه اما اسم یه دختر دیگه اسم یه دختر شیرین چشمای آبی عزیز دردونه و لوس خانواده دختری که توی زندگیش هیچ غمی نداشته جالب نیست آدم اینجوری باشه خیلی خوشم میاد وانمود بود کنم همچین دختری هستم برای همین ازتون خواهش میکنم از این به بعد به من بگی جودی عبود معلم انگلیسی به هم گفت که آخرین نوشتم عالی و سرشار از نوآوریه. این عین حرفیه که به هم زد نظرتون چیه؟ به نظرتون عجیب نیست که یه دختر پرورشگاهی نوآوری داشته باشه هدف پربرشگاهی گریر همیشه اینه که 97 تا یتیمو تبدیل به 97 تا قل شبیه هم بکنه ولی استعداد عجیب من تو همون سن کم رشد کرد اونم وقتی که تصویر خانم لیپتو روی در انبار هیزوب نقاشی کردم امیدوارم از اینکه اینطوری در مورد خونه دوران کودکیم حرف میزنم ناراحت نشین خوشبختانه دستتون بازه هر وقت احساس کردین دارم زیاده روی میکنم میتونین جلوی پول ماهیانم رو بگیرید میدونم که گفتن این حرفها اصلا خوب نیست اما نباید از همچین دختری طبقه ادب داشت چون دخترای پربرشگاه مثل دخترای دبیرستان نبودن که بگذاریم می‌خوام راجع به یه چیز دیگه براتون بنویسم بابای عزیز اینقدر که شوخی های بچه ها برام سخته درس ها سخت نیست بیشتر وقتا نمیفهمم که بچه ها چی میگن انگار شوخی مربوط به گذشته است و من چیزی از اونها نمیدونم احساس میکنم توی این دنیا قریبم و زبون مردم اینجا رو نمیفهمم بچه ها از کارتون و کتاب و جشنایی حرف میزنن که من تا حالا اسمشون رو نشنیدن با اسمش احساس بدبختی بکنم قبلا این احساس رو داشتم توی دبیرستان بچه ها دست دست دوره هم جمع می شدن و فقط به من نگاه می کردن. همه می دونستن که من باهاشون فرق دارم احساس می کردم اسم پرورشگاه گریر روی پیشونی من حک شده بعضیاشون سعی می کردن معدبانه به هم نزدیک بشن و با هم صحبت بکنن اما من از همهشون متنفر بودم اینجا هیچ کس نمی دونه من از کجا اومدم البته به سالی گفتم پدر مادرم فوت کرده و یه پیرمرد خیلی مهربون منو به دانشگاه فرستاده خوشبختانه حقیقت رو گفتم فکر نکنی من آدم ترسویی و نه من فقط میخوام مثل دخترای دیگه باشم پرورشگاه گریر بزرگترین فرق من و دخترای دیگه است البته میدونم که از نظر باطنی با اونا فرقی ندارم در هر حال سالی منو خیلی دوست داره ا oh, راستی یادم رفت اینو براتون بنویسم امروز صبح یه نفر برامون صحبت میکرد حدس میزنید چی میگفت گفت فقرا به این دلیل در کنار ما هستن که ما بتونیم دائما به اونا نیکی بکنیم میبینین انگار فقرا یه جور حیوان اهلیان. آخ بابا اگه من الان یه خانم حسابی نشده بودم و تصمیم نگرفته بودم که مثل یه دختر خوب رفتار بکنم بعد از مراسم میرفتم و هرچی از دهنم در میومد بهش میگفتم ببخشید آخر نامه ناراحتتون کردم به هر حال دنیایی که شما به من دادین یه دنیای بی نهایت دوست داشتنی دوستدار همیشگی شما جودی ابو نامه پنجم بابا لنگ دراز عزیز سلام داشتم به این فکر می کردم که من تا حالا چیزی در مورد لباسام براتون نگفتم بابا جون من شیش دست لباس خریدم لباسام هر کدومشون برای یه جای خاصیه یکی برای کلاس، یکی برای کلیسا، یکی برای بیرون سه تای دیگه هم هست شاید از نظر شما خرید چند دست لباس اتفاق مهمی نباشه اما برای من خیلی مهمه چون میدونم لباسهای کوچیک شده یک کس دیگه ای نیست شما این لباسا رو بهم به دادین وای بابا من از شما خیلی خیلی ممنونم اولین باره که خودم لباس انتخاب میکنم حتما الان با خودتون فکر میکنین که عجب دختر سبک مغزیه حیف پول که خرچه یه همچین دختری بشه نه؟ اما شما اگه یه عمر لباسای چیت چارخونه تنتون میکردین متوجه میشدین که من چه حالی دارم اما بدتر از دوره لباس چی دوره لباس های ای بود نمیتونین تصور بکنیم با چه ترس و لرزی به مدرسه میرفتم همش فکر میکردم حتما توی کلاس کنار دختری نشستم که لباس تنم برای اونه بعد فکر میکردم حتما قضیه رو در گوش همه گفته اونام هم توی دلشون به من خندیدن فکر میکنم اگر تا آخر عمرمم جوراب ابریشمی بپوشم هیچ وقت اثر زخم اون لباسای قضی از قلبم پاک نمیشه. فراموشش کنید راستی بابای عزیز میدونم که نباید از شما سوال بپرسم میدونم که از طرف شما جوابی دریافت نمی کنم اما لطفا فقط یه بار جواب منو بدید میخوام بتونم شما خیلی پیرین سرتون تاسه یا فقط یکم تاسه حدس میزنم که قیافتون از حل کردن یه مسئله هندسم برام سختتر باشه لطفا جواب منو بدید دوست داره همیشه شما جودی بود نامی ششو. تعطیلات کریسمس هفته آینده شروع میشه انقدر چمدون توی راه رو چیدن که به سختی میشه از لابی رد شد همه هیجان زدن درس از یادشون به کلی رفته من کریسمس توی دانشگاه میخوام بمونم نگران نباشید تنها نیستم یه دختر دیگه هم بجز من توی دانشگاه میمونه ما قرار گذاشتیم که با هم پیاده روی بکنیم اسکیت یاد بگیریم تازه قرار کلی هم با هم دیگه کتاب بخونیم بابا من یه قرار خوب با خودم گذاشتم یه قرار سفت و سخت اونم اینکه که شبا کتاب بخونم هر شب و بدون وقفه میدونین چرا اینقدر اصرار دارم چون من توی این 18 سال زندگیم هیچ چیزی یاد نگرفتم چیزای ساده که دخترای دیگه با داشتن خانواده و دوست و یه کتابخونه بزرگ یاد گرفتن حتی به گوش منم نخورده من خیلی از کتابا رو نخوندم مثل دیوید کاپرفیلد، جن ایر من حتی چیزی درباره تابلوی مونالیزا و لبخندش نمیدونستم نمیدونستم که تابلوی مونالیزا یکی از مشهورترین نقاشی های تاریخ جهانه و اسم نقاشش هم لئوناردو داوینچیه باورتون میشه من تا حالا اسم شرلوک هولمز رو نشنیدم خنده داره همه میدونن که شرلوک هولمز یک کاراگاه خصوصی خیالیه که راز قتلهای پیچیده رو کشف میکنه احتمالا فکر میکنید که من چقدر باید تلاش کنم تا به دیگران برسم اما بابا نمیدونین که چه کیفی داره که تمام روز منتظر شب میمونم بعد تابلوی لطفا مزاحم نشید و روی در میچسبونم و میرم سراغ کتابا اونم نه یه کتاب من همزمان چهار تا کتابو با هم میخونم راستی بابا فراموش نکنین که به سوال من جواب بدید من نقاشی شما رو کشیدم با چند تا خط ساده شبیه همون سایه درازی که دیده بودم اما وقتی به سر شما رسیدم نمیدونستم که باید براتون مو بکشم یا نکشم چون اون موقع کلا سرتون بود لطفا اگر خودتونم نمیتونین جواب سوال منو بده به منشیتون بگین که جواب سوال منو بده مثلا بنویسه که آقای اسمیت تاس است یا آقای اسمیت تاس نیست یا موهای آقای اسمیت سفید است یا حتی میتونید پول تلگراف رو از پول ماهیانه خودم کم بکنید خدا حافظ تا جادیه کریسمس مبارک دوستتون دارم بابای عزیز نامی هفته شما کجایی؟ دنیایی که من از پشت پنجره ساختمون برجمون میبینم پوشیده از برفه برفایی که از آسمون میاد قد پف فیله الان عصر و آفتاب تازه داره با رنگ زرد سردش پشت تپه های سرد و بنفش خروب میکنه من تو قاب پنجره نشستم و دارم با آخرین پرتوهای نور خورشید براتون نامه می نبیسم. من یه تشکر به شما بدهکارم پنج سکه طلا حسابی منو قافل گیر کرد طبقای هدیه کریسمس نداشتم چون تا حالا از کسی هدیه دریافت نکردم اونم پنج سکه طلا شما تا حالا خیلی چیزا به من دادی من با هدیه کریسمسم چیزایی که نیاز داشتم و خریدم البته بابا باید بهتون بگم که من این هدیه ها رو از طرف خانوادم به خودم هدیه دادم شما که ناراحت نمیشین اگه نقش همه ی خانواده رو برام بازی بکنید میخواین بدونین که چه چیزایی به خودم هدیه دادم یه ساعت مچی نقره که پدرم فرستاده تا سر وقت به کلاسام برسم فرهنگ لغات مترادف از طرف اموهاری یه پتوی گرم سفری از طرف مادرم یه کیسه یه آب گرم از طرف مادر بزرگم و یه جراب ابریشمی زیبا از طرف خواهرم. بابا میدونم که خرید جوراب ابریشمی براتون عجیبه اما اگر میخواید علت خریدش رو بدونید یه مسئله یه پیش پا افتاده باعث شده راستش جولیا شبا به اتاق من میاد تا با هم هندسه کار کنیم جولیا جوراب شلواری ابریشمی میپوشه و روی کاناپه میشینه و پاهاشو میندازه روی هم صبر کنید وقتی از تعطیلات برگرده جوراب ابریشمی رو میپوشم و توی اتاق راه میرم میبینید بابا جون چه موجود بدبختی هم؟ اما حداقل آدم صاف و ساده ای دیگه شما لابد سابقه ما توی پرورشگاه گریر میدونید آدم بی و نقص نیستم نه؟ خب شما لابد سابقه منو توی پرورشگاه گریر میدونین دیگه من که آدم بی و نقص نیستم مگه نه؟ به نظرم حالا وقتشه که در مورد تعطیلات براتون بنویسم اسم دختری که با من توی دانشگاه مون لوراست لورا رو خیلی دوست دارم ولی نه به اندازه سالی هیچ کس و قد سالی دوست ندارم بی غیر از شما شما به تنهایی همه ی خانواده منی من و لورا و دو تا دختر سال دومی روزایی که هوا خوب بود لباسای گرم می پوشیدیم و اطراف دانشگاه و دهکده گشت می زدیم. هر وقت از دانشگاه بیرون میرم احساس می کنم که محکوم به فراری. توی این تعطیلات کارای جالب دیگه ای هم کردیم مثلا جمعه هفته پیش جشن شیرینی پذی داشتیم همه یه بچه های سال اول و دوم با بچه های سال سوم و چهارم روی هم و دو نفر شدیم آشپزخونه اونجا خیلی بزرگ بود تمام دیواراش پر از وسایل آشپزخونه بود اول که رسیدیم به هر کدوممون یه پیشبند و یک کلاه آشپزی دادن وقت پختن شیرینی خیلی به همون خوش گذشت وقتی شیرینیا آماده شدن توی خوابگاه راه افتادیم و به سمت اتاقای استادا رفتیم بیشاره ها وقت استراحتشون بود با این وجود با همون خیلی خوب برخورد کردن میبینید بابا من چقدر دارم پیشرفت میکنم؟ همونطور که میبینید من نقاشی خودمونم وقت پخت شیرینیا کشیدم به نظرتون من نباید به جای نویسنده نقاش بشم تعطیلات داره تموم میشه و من خوشحالم که قرار بازم بچه ها رو ببینم ببخشید بابا نامم قرار بود که فقط یه تشکر ساده باشه اما چند صفحه شد پس بهتره که ازتون خداحافظی بکنم از اینکه به یاد من هستین ممنونم من باید خیلی خوشحال باشم اما سایه تاریک امتحانات افقم و تیره کرده خدا حافظ بابا دوستار شما جودی عبود یه بابا اگر بدونین توی دانشگاه چه خبره انگار نه انگار که چند هفته پیش تعطیلات بوده هممون داریم برای امتحانا آماده میشیم بعضی از دخترها بعد از امتحانا کتاباشون رو میفروشن اما من تصمیم گرفتم همه ای کتابامو نگه دارم وقتی هم که دانشگاه تموم شد کتابامو توی کتابخونه میچینم و هر وقت که لازم بود ازشون استفاده میکنم راستی بابا یه سوال مهم اگه از یه دختر یتیم بپرسن که اسم مادرش قبل از ازدواج چی بوده باید چی جواب بده؟ جولیا ازم پرسید منم سعی کردم که از جوابش تفره برم اما نشد برای همین همینجوری فقط یه اسمی گفتم بعدا زود پشیمون شدم لزومی نداشت که بهش دروغ بگم به هر حال از نظر جولیا بهترین شجر نامه مال خانواده خودشه به نظر من نسلشون به قبل از حضرت آدم میرسه به همون میمونی که موهای نرم و دم خیلی درازی داره میخواستم امشب براتون یه نامه هیجان انگیز بنویسم ولی بیش از حد نگران امتحانا باید برم دوستان شما جودی اباد که در حال امتحان دادنه نامه نه. یه خبر خیلی خیلی بد براتون دارم بابا اما قصد ندارم نامم و با خبر بد شروع کنم بهتره اول یکم در مورد چیزای خوب بگم مثلا اینکه من نویسندگی رو شروع کردم بابا تازه شعرم هم قراره توی نشریه دانشگاه چاپ بشه وقتی شعرم برای استاد انگلیسی خوندم خیلی خوشش اومد یه نسخه از شعرم و براتون توی همین پاکت میذارم امروز یه روز آفتابیه قندیل درختا داره آروم آروم آب میشه تمام دنیا زیر بار سنگین برف خم شده و منم زیر بار غم باید شجاع باشم و بهتون بگم بابا جون من توی درس ریاضیات و نصر لاتین مردود شدم اما دوباره میخونم تا ماه بعد دوباره امتحان بدم متاسفم از اینکه دل سرد شدین بابا نگران اینم که ازن ناامید بشین اما برای من زندگی کردن توی اینجا فقط در درس خوندن خلاصه نمیشه یه زندگی تازه و جدیده من توی این مدت به جز درس خیلی چیزا یاد گرفتم 17 تا رمان و کلی شعر خوندم خیلی چیزایی خوب دیگم یاد گرفتم چیزایی که توی پرورشگاه گریر حتی از وجودشون خبر نداشتم به هم حق بدین که مردود شدن توی امتحانا در مقابل این همه اتفاقای خوب برام کم رنگ بشه میبینید بابا جون من اگه فقط به درس لاتین میچسبیدم الان انقدر با ثبات نمیشدم اگر قول بدم که دیگه هیچ درسی رو رد نشم شما منو میبخشین؟ شرمنده شما جودی نامه ده شما هیچ وقت به نامه های من جواب نمیدید علاقه به کارهای من ندارین شاید شما سنگ دلترین عضو هیئت امنای پرورشگاه باشین اگرم حاضر شدین که مسئولیت تحصیل منو به عهده بگیرین فقط به خاطر انجام وظیفه است من کوچکترین چیزی از شما نمیدونم حتی اسم واقعیتونو نامه نوشتم به کسی که هیچ هویتی برای آدم نداره کار خسته کننده ایه حالا مطمئنم که شما نامه های منو نمیخونن و همینجوری دور میندازید از امروز فقط در مورد درسام براتون می امتحانای درس ریاضی و لاتین هفته پیش برگزار شد هر دورم قبول شدم ارادتمند شما جروشا عبود نامه ی یازده بابا لینگ دراز عزیز من یه دیوم به خاطر نامه‌ای که براتون فرستادم خیلی متاسفم. ازتون خواهش میکنم فراموش کنید بابا. شبی که اون نامه رو نوشتم خیلی احساس دلتنگی و بدبختی میکردم گلو درد شدیدی هم داشتم. اون وقت نمیدونستم که مبتلا به آن فلانزا و یه عالم بیماریایی دیگه شدم. شیش روزه که توی بهداری بستریم. اولین باریه که بهم به کاغذ و قلم دادن و اجازه دادن که بلنشم شم روی تخت بشینم. سرپرستار اینجا بابا خیلی گرگروه میگه نباید از جام بلند بشم ولی من به زور براتون نامه می نویسم تا زمانی که منو نبخشید خوب نمیشم و عکسم و براتون گوشه نامه کشیدم دستمالی که دور گلون بستم می میبینید اوه بابای عزیز دیگه بیشتر از این نمیتونم براتون بنویسم سرم به شدت داره که هیچ میره بابای عزیز به خاطر اون نامه بیادبانه منو ببخشید نامه دوازدهم دیشب نزدیک غروب روی تخت نشسته بودم و از پنجره به بارون نگاه میکردم. دلم حسابی گرفته بود حتی فکر می از زندگی توی دانشگاه خسته شدم درست تو همون لحظه پرستار با یه جعبه یه سفید مستطیلی وارد شد وای بابا من با دیدن اون گلای روز سفید از خوشحالی از جام پریدم وقتی هم که اسممو با اون خط زیباتون روی کاغذ دیدم از ذوق به گریه افتادم حالا که مطمئن شدم که شما نامه های منو میخونن و دور نمیریزین جالبتر براتون مینویسمشون میخوام نامه هم خوب باشن که دورشون روبان قرمز به بندین و توی گاف صندوق نگهشون دارید البته امیدوارم که اون نامه ناراحت کننده منو کلن بسوزونید اصلا نمیخوام حتی فکر کنم که شما خوندینش از اینکه یه دانشجوی سال اولی بیمار رو خوشحال کردید ازتون حسابی ممنونم. حتما شما خانواده و دوستایی خیلی مهربونی دارین که تا حالا احساس تنهایی نکردید ولی من احساس تنهایی رو خیلی خوب میفهمم تصمیم گرفتم برای خوشحالی شما بیشتر تلاش کنم حالا مطمئنم که شما یه انسان واقعی هستید بهتون قول میدم دیگه با سوالای عجیب و غریبم اذیتتون نکنم راستی بابا هنوزم شما از دخترها متنفرین نامه سیزدهم بابای عزیز برام یه نامه از طرف خانم لیپت رسیده ایشون اظهار امیدواری کردن که طرز رفتار و تحصیلاتم پیشرفت کرده باشه البته اضافه کردن که چون من برای تعطیلات تابستون جایی رو ندارم باید تعطیلات رو توی پرورشگاه بگذرونم و در عوض جای خواب و خوراک کار کنم بابای عزیز من از پرورشگاه گریر متنفرم ترجیح میدم بمیرم ولی اونجا بر نگردم میخوام توی دانشگاه تعطیلاتو بمونم راستی شما تا حالا محبته دانشگاه ما رو دیدین؟ تو ماه می عین بهشت میمونه تمام بوته ها گل دادن و درختها تازه جوونه زدن حتی سنو برای پیر به نظر جوون و سر حال میان محبت یه دانشگاه پر از دختراییه که با لباسای رنگ و وارنگشون چمنا رو تزئین کردن همه خوشحالن چون تعطیلات نزدیکه و همه از ذوق تعطیلات اصلا به امتحانا فکر نمی کنن. از همه خوشحالتر منم بابا چون دیگه توی پرورشگاه نیستم بابا من به خاطر همه بدیای گذشتم ازتون معذرت میخوام از اینکه به خانم لیپت بی احترامی میکنم هم از ازتون معذرت میخوام از تمامی کارهایی که توی پرورشگاه کردم بازم ازتون معذرت میخوام تصمیم گرفتم دیگه با همه خوب و مهربون باشم چون خیلی خوشحال و خوشبختم با خودم قرار گذاشتم توی این تابستون فقط بنویسم و بنویسم و بنویسم, و بنویسم تا یه نویسنده بزرگ بشم به نظرتون این اتفاق خوبی نیست؟ هورا من کم کم دارم شخصیت والای خودم رو میسازم همه میتونن خودشون شخصیتشون رو بسازن من با این نظر که آدما رو شرایط سخت میسازه کاملا مخالفم به نظرم آدمایی خوشبختن که وجودشون سرشار از محبت و شادی و نشاط و مهره من اعتقادی به آدمای مردم ندارم شما که مردم نیستین بابا آها راستی در مورد محبته دانشگاه حرف می زدم کاش سری به اینجا بزنین تا این اطراف رو ببینین و بگردین براتون از ساختمونا میگم راهنمای خوبی اما توی پربرشگاه همیشه این کار به عهده من بود در زم, کل امروز مشغول همین کار بودم اونم همراه یه آقا تجربه عالی بود تا حالا تو عمرم با یه مرد حرف نزده بودم البته غیر از صحبت چند کلمه با اعضای هیئت امنا که اونم حساب نیست بابا اگه در مورد هیئت امنا بد حرف میزنم لطفا شما ناراحت نشید من اصلا شما رو جزی از اونا نمیدونم شما تصادفی باهاشون برخوردید به نظرم همشون شکم گنده و پر افادن بله همشون اینجوریان که فقط بلدن دست نوازش به سر یتیما بکشن بهتر برگردیم سر موضوع قبلی من با یه مرد قدم زدم صحبت کردم و اصرونه خوردم با مردی که از طبقه ممتاز بود با آقای پندلتون که همون اموی جولیاس وای بابا قدش درست اندازه شماست اموی جولیا به خاطر یه کار تجاری به این شهر اومده بعدم تصمیم گرفته بود که یه سر به برادرزادش بزنه آقای پندلتون برادر کوچیک پدر جولیاست اما جولیا خیلی خوب نمیشناستش به نظرم وقتی جولیا به دنیا اومده اموش با یه نگاه کوچیک بهش متوجه شده که چجور موجودیه بعدم دیگه هیچ وقت بهش محل نذاشته آقای پندلتون با وقار زیاد با کلاه و عصا کناری گذاشته بود توی سالن انتظار نشسته بود. جولیا با سالی زنگ هفتم درس روخونی داشتن. نمیتونستن کلاسشون رو ول بکنن. برای همین جولیا ازم خواست تا دا دانشگاه به اموش نشون بدم تا اونا کلاسشون تموم بشه. من اصلا از پندلتون ها خوشم نمیاد. ولی مجبوری قبول کردم. یکم که باهاش حرف زدم فهمیدم اصلا شبیه پندلتونا نیست یه انسان واقعی بود آرزو کردم کش منم یه اموی اینجوری داشتم میشه شما چند وقت نقش اموی منو بازی کنید آقای پندلتون منو یاد شما انداخت بابا البته 20 سال می میبینید با اینکه من شما رو ندیدم اما خیلی خوب میشناسمتون بعد از دیدن دانشگاه به پیشنهاد آقای پندلتون رفتیم کافه و اسرونه خوردیم به محض اینکه به دانشگاه برگشتیم آقای پندلتون برای اینکه از قطار جانمونه رفت برای همینم اصلا جولیا اموشو ندید و کلی هم از دست من عصبانی شد منم بهش نگفتم که کافه رفتن پیشنهاد اموش بوده امروز صبح اموی جولیا چند تا بسته شکلات برای من و جولیا و فرستاد نظرتون چیه؟ هدیه گرفتن رو میگم دیگه نمیدونم چرا از هدیه گرفتن خوشم نیومد احساس میکنم که دلش برای من سوخته ولی الان نظرم عوض شده کم کم احساس میکنم به جای یه بچه سر راهی یه دختر عادیه ببخشید و من خیلی زیاد حرف میزنم نمیخواستم چیزی ناگفته باقی بمونه کسی که هرگز شما رو فراموش نمیکنه جودیابا نامه چهاردهم سلام بابا لنگ دراز عزیز روزتون بخیر همین الان آخرین امتحانم و دادم و حالا پیش به سوی ییلاق وای بابا نمیدونین که چقدر ازتون ممنونم وقتی نامه منشیتون رسید از خوشحالی بحال درآوردم ممنونم که این تابستون فرستادین منو به ییلاق نمیدونم که ییلاق چجور جاییه چون تا حالا تو عمرم ییلاق ندیدم ولی مطمئنم که از یه همچین جایی حسابی خوشم میاد هنوز به زندگی خارج از پرورشگاه عادت نکردم هر وقت یادم میفته که توی پرورشگاه نیستم از ترس تنم میلرزه احساس میکنم دائم باید بودو و پشت سرم رو نگاه کنم همش میترسم که خانم لیپت پشت سرم وایساده با و میخواد منو برگردونه به پرورشگاه اما خانم لیپت برای من مرده من دیگه بزرگ شدم بابا الانم باید با شما خدافزی بکنم و چمدونامو برای سه ماه تعطیلی توی ییلاق ببندم. نامه پانزدهم. همین الان رسیدیم ییلاق هنوز چمدونامونو باز نکردم دوست داشتم زودتر بگم که چقدر از این ییلاق خوشم اومده اینجا عین بهشت بابا جون براتون نقاشیشم میکنم اینجا یه ساختمون قدیمیه روی یه تپه است منظرش یه چمنزار بزرگ و سرسبزه اطرافش هم پر از درخته البته قبلا یه سری انبار کنار جاده بوده که جلوی این منظره قشنگو میگرفته اما چند تا سائقه مهربون انبارا رو سوزوندن حالا به جای انبارای بیقواره چمنزاره که خود نمایی میکنه حالا بذارین که آدمای این خونه رو بهتون معرفی بکنم. خانوم و آقای سمپل، دوتا تا مرد و زن خدمتکار و خدمتکاری که توی آشپزخونه غذا میخورن. من و خانواده سمپل توی غذاخوری شام میخوریم. امشب شاممون ژامبون، تخم بیسکویت و اصل و کلی چیزای دیگه بود. راستش بابا تا حالا تو زندگی اینقدر به من خوش نگذشته بود خانواده سمپل خیلی شوخن انگار هر چیزی میگم براشون خنده داره شایدم به خاطر اینه که من تا حالا تو ده زندگی نکردم و همه ی سؤالم هم است اینجا یه اتاق هست که با علامت زردر مشخص شده ولی اشتباه نکن محل قتل نیست اتاق منه یه اتاق قشنگ که یه سرویس مبلمان قشنگ و قدیمی و یه میز ناهارخوری بزرگ توش چیده شده خب کل تابسون پشت میز بشینم و رمان بنویسم آه بابا جون خیلی هیجان زدم اصلا طاقت ندارم تا صبح صبر بکنم و بعدش براتون بازم بنویسم اینجا همه پنج صبح از خواب بیدار میشن نمیدونین که چقدر کیف داره باورم نمیشه که منم الان بیدارم شما و خدای مهربون بیشتر از لیاقتم به من خوبی کردین من باید آدم خیلی خیلی خوبی بشم تا بتونم محبت شما رو جبران بکنم به زودی خودتونم میبینم بابا جون شبتون به خیر جودی عباد نامه 16 اینجا روز به روز بیشتر به هم خوش میگذره آدم از دیدن دره، رودخونه، تپه های پر از دار و درخت و یه کوه بلند و آبی که در حال جوشیدن خیلی کیف میکنه تو مزرعه سه تا خوک، نه تا بچه خوک و یه عالم جوجه و مرغابی داری اینجا خود خود بهشته اگه آدم بتونه توی یه زندگی بکنه تو شهر موندن به نظرم هماغته وظیفه من توی مزرعه جمع کردن تخم مرغ است. دیروز وقت جمع کردن تخم مرغا زمین خوردم و با زانوی زخمی به خونه رستم خانم سمپل وقت بستن زخم زانوم همش زیر لب میگفت دختر جون انگار همین دیروز بود که آقای جروی پندلتون زمین خورد و همین زانوش زخم شد وقتی آقای پندلتون یازده سالش بود مریض شد و کل تابستون اینجا بود خانم سمپل دائم در مورد آقای جروی پندلتون حرف میزنه کم کم داره باورم میشه که آقای پندلتون هنوز یه بچه یه کوچولو با موهای جولی پولیه نه یه آدم گنده که کلاه ابریشمی سرش میذاره و اصا دستش میگیره بچه ای که پر از شر و شور و سر و صداست و از پله ها بالا و پایین میره همه یه درها رو باز میذاره و همش هم شیرینی میخواد ظاهرا آقای جروی پندلتون بچه یه جو شجاب و راستگویی بوده اما وقتی فکر میکنم که از اعضای خانواده پندلتون آس، افسوس میخورم راستش جروی پندلتون شایستگی بیشتر از اینا رو داره خب تقریبا همه چیزو بهتون گفتم مراقب خودتون باشین بابا خدا نگهدار دوستار یتیم و همیشگی شما جودی ابوت نامه یه هفده هم. جمعه یه هفته پیش به سختی از ییلاق دل کندم و برگشتم دانشگاه. حالا من سال دوم دانشگاهم. از بودن توی دانشگاه خیلی خوشحالم بابا. از بودن توی این دنیام خوشحالم برای اولین بار توی کل زندگیم حس میکنم واقعا مال همین دنیا دزدکی و زورکی نیستم فکر میکنم مظورم و خوب می‌فهمی. آدمای مهمی مثل شما نمیتونن احساس آدمای فقیر بی اهمیت و سر راهی مثل منو درک کنن امسال با سالی و جولیا هم اتاقیم ما سه تا اتاق خواب و یه اتاق مطالعه داریم براتون نقاشی کردم اتاق من و سالی کنار همه من و سالی بهار قبل تصمیم گرفتیم که هم اتاقی بشی جولیان میخواست حتما پیش سالی باشه دلیلش رو نمیدونم ولی سالی و جولیا اصلا شبیه هم نیستن به نظرم پندلتونا خیلی محافظه کارن با هر تغییر وضعیتی هم سر ناسازگاری دارن در هر صورت حالا هر ستایی ما با هم هم اتاقی هستیم فکرشو بکنید یه بچه سر راهی با یه پندلتون هم اتاق شده بابا واقعا توی این کشور دموکراسی برقراره بهتر راجع به دانشگاه هم براتون بگم سالی نامزد شده تا ارشد کلاس باشه بابا اگر بدونین که ما چه سیاست مدارایی هستیم بهتر خدمتتون ارز کنم که وقتی ما خانما حقوقمون رو به دست بیاریم شما آقایون باید بجنبین تا حقوقتون از دست ندید انتخابات هم هفته دیگه است هر کی پیروز بشه فرقی نمیکنه ما با مشعل توی دانشگاه راهپیمایی میکنیم و آواز میخونیم اما براتون از درسا بنویسم هیچ چیزی عجیب و غریب تر از شیمی نیست بابا همش در مورد مولکولا و اتم هست. من دیگه باید برم بابا جون بیشتر از این نمیتونم بهتون حرف بزنم باید برم اتاق یکی از همکلاسیام یکم باهاش در مورد شیمی حرف بزنم و بعد به صورت کاملا اتفاقی بحث انتخابات رو پیش بکشم ارادتمند و سیاستمدار شما جودی ابوت نامه 18 کریسمس قرار شد برم خونه یه سالی دعوتم هم کرده خیلی دلم میخواد برم تا حالا توی یه خانواده نبودم البته بجز خانواده ی سمپل ولی خانواده ی سمپل آدم بزرگن و به حساب نمیان خانواده یه سالی یه عالمه بچه دارن به اضافه یه پدر و مادر یه مادر بزرگ و یه گربه خانوادهشون حسابی کامله چمدون بستن و مسافرت رفتن خیلی بیشتر از موندن توی دانشگاه حال میده بابا برای رفتن به خونه ی سالی هم کلی ذوق دارم همین الان زنگ زدن بابا باید زود برم وقت تمرین تئاتر من قرار نقش یه شاهزاده با موهای بلند حلقه حلقه یه تلایی که توی یه برج بلند زندگی میکنه رو بازی کنم بابا به نظرتون بامزه نیست راستی بابا یادم رفت بهتون بگم انتخابات سه هفته هست که انجام شده حالا سالی ارشد کلاسه ما کلی توی شب راهپیمایی کردیم و آواز خوندیم مراقب خودتون باشین دوستار شما جودی عبود نامه یه میخواستم زودتر براتون بنویسم و به خاطر چک کریسمس ازتون تشکر کنم اما زندگی تو خونه ی سالی و خانوادش انقدر سرگرم کننده است که آدم اصلا وقت نمیکنه نامه بنویسه من یه پیرهن خریدم بابا با اینکه لباس جدید لازم نداشتم اما دلم میخواست که بخرمش لباسم هدیه کریسمس شما به منه هدیه بابا لنگ دراز عزیز این روزا پیش سالی بهترین تعطیلات عمرمه. خانواده سالی توی یه خونه آجوری قدیمی بزرگ زندگی میکنن. چلوی ساختمون با رنگ سفید تزیین شده. درست شبیه خونه هایی که من از پنجره پرورشگاه نگاهشون میکردم و از خودم میپرسیدم که توش میتونه چه شکلی باشه. اون وقتا تو خوابم نمیدیدم که برم توی یکی از این خونه ها. اما چند روزه که توی همین خونه ها دارم زندگی میکنم. من توی این خونه مثل خونه خودم راحتم بابا از این اتاق به اون اتاق میرم و از دیدن اسباب و اساسی خونه لذت میبرم این خونه همه جوره عالیه گوشه های تاریکش برای قایم موشک اتاق زیر شیربونیش برای بازی تو روزهای بارونی و نرده ها برای سرسر بازی عالی هن. آشپزخونه سیزده ساله که یه پیشکار داره آشپزی اون پیشگارم حرف نداره آدم با دیدن این خونه دلش میخواد که بچه بشه و اما افراد خانواده سالی پدر و مادر یه مادر بزرگ و یه خواهر کوچولوی ناز سه ساله به علاوه یه برادر با قد متوسط که همیشه یادش میره کفشاشو تمیز کنه پدر سالی کارخونه داره روز عید برای کارگرای کارخونهش جشن گرفت و من و سالی هم کمکش کردیم تا عیدیا رو تقسیم کنه بابا جون اون لحظه احساس خنده داری داشتم وقتی صورت یکی از پسر بچه های نازو می بوسیدم احساس کردم که یکی از اعضای هیئت و منای پربرشگاه گریرم البته فکر نمی کنم که به سر کسی بتونم دست نوازش و ترحم بکشم خانواده سالی دو روز بعد از کریسمس به افتخار حضور من جشن گرفتن اولین باری بود که تو مهمونی شرکت میکردم لباسی که شما برای کریسمس به هم هدیه دادین و پوشیدم خیلی به هم خوش گذشت تنها ایراد مهمونی این بود که خانم لیپد نبود تا خوشحالی من و جیمی مک به ببینه لطفا وقتی به پرورشگاه گریه رفتین حتما برای خانم لیپت تعریف کنید بابا راستی بابا اگه من به جای یه نویسنده یه دختر عادی بشم شما ناراحت میشین؟ نامه یه بیستون آخرای زمستونه همه جای آسمون و ابرای سیاه گرفتن کلاقا روی درختای سنوبر قارقار میکنن دنیای سرمز کننده آدم رو به سمت خودش میکشونه طوری که دلت میخواد همه چیز رو رها کنی طرف تپه ها پرواز بکنی و با باد مسابقه بدی راستی بابا شما نمایش نامه ی حمله تو خوندین شاهکاره من فکر میکردم چیزایی که در مورد شکسپیر میشنوم به خاطر شهرتشه اما واقعا نویسنده ی عالیه من از بچگی وقتی کتاب میخوندم شب وقت خواب خودم و جای یکی از شخصیت های مهم کتاب میذاشتم الان من اوفلیان بابا منو حملت به دانمارک حکومت میکنیم پادشاه و ملکه توی دریا غرق شدن دیگه نیازی به مراسم خاک سپاری نیست قلم روی پادشاهی ما به خوبی اداره میشه حمله توی امور مملکت مشغوله و من هم در امور خیریه تا الان چند تا پرورشگاه یتیمای درجه یک تاسیس کردیم اگر شما و بقیه اعضای هیئت منو دوست داشته باشید میتونید سریع به ما بزنید با احترامات فراوان اوفلیا ملکه دانمارک نامه 21 فکر کنم من بهش نمیرم این دنیا انقدر چیزای خوب نصیبم شده که انصاف نیست اون دنیا هم داشته باشمشون مهمترینشون خود شما این. حالا گوش کنید ببینین چی شده جروشا ابوت جایزه مسابقه داستان کوتاه دانشگاه که سالی یه بار فقط برگزار میشه رو برده من تازه سال دومم اکثر شرکت کننده ها سال آخرند، وقتی که اسمم رو اعلام کردن باورم نمیشد انگار واقعا دارم نویسنده بزرگی میشم بابا رویاهام داره محقق میشه تازه فقط این نیست که برای نمایش فصل بهارم انتخاب شدم به نظرتون اینا همشون خوشبختی واقعی نیست؟ راستی آقای پندلتونم من و سالی و جولی رو دعوت کرده به تئاتر باورم نمیشه بابا ما دو روز دیگه میریم نیویورک قراره شب توی هتل بمونیم من خیلی ذوق دارم تا حالا تئاتر نرفتم اونم اجرای حملت من عاشق این نمایش نامم این نمایش نامه رو حفظم بابا انقدر از این سفر ذوق زدم که خوابم نمیبره خدا حافظ بابا جون دنیای ما پر از سرگرمیه پر از خوشبختی و چیزای رنگ و بارنگ دوستار شما جودی عبود نامه 22 به نظر تو نیویورک خیلی بزرگ نیست شما واقعا تو این شلوغی زندگی میکنید خیلی هیجان زدم نمیدونم از کجا شروع کنم و چطور تمام چیزای عجیبی که دیدم و براتون تعریف کنم البته شما خودتون اونجا زندگی میکنید و شاید توصیف من براتون خندهدار باشه به نظرتون خیابوناش جالب نیست یا مغازهاش من تا حالا هیچ وقت این همه چیزای قشنگ و یه جا ندیده بودم آدم دلش میخواد همه ی زندگیش رو صرف پوشیدن این لباسا کنه من و سالی و جولیا شنبه رفتیم خرید جولیا دو تا کلاه قشنگ خرید و بعدش هم رفتیم رستوران آقای پن... دلتون منتظرمون بود حتما رستورانای نیویورک رو رفتین مگه نه اونجا رو با سالن غذاخوری جانگیریه مقایسه کنید با اون ظرفای سفالی که حتی اتفاقی هم نباید میشکستن میبینید من تو رستوران چه حالی داشتم بعد از نهار رفتیم تاج فوقلاده و باور نکردنی بود هر شب خوابشو میبینم به نظرتون شکسپیر آدم بینظیری نیست؟ اجرایی که از حمله دیدم خیلی بهتر از تجزیه و تحلیل ما سر کلاس بود بابا من قبلا حمله تو تحصیل می اما حالا وای بابا بی نظیره ناراحت میشین اگه من به جای نویسنده بازیگر بشم اونجوری همیشه براتون بلیت ردیف اولو میفرستم و ما شنبه شب برگشتیم بابا شامو توی رستوران قطار خوردیم وقتی که از فرط خوشحالی از دهنم پرید که تا حالا توی رستوران قطار غذا نخوردم جولیا کلی تعجب کرد مجبور شدم بهش بگم که چون همیشه توی دهکده بودم و دانشگاه خیلی از خونمون فاصله داشته لازم نبوده که برم توی رستوران غذا بخورم به نظرم بیشتر باید مراقب حرفایی که میزنم باشم یکم به هم حق بدین 18 سال توی پرورشگاه بزرگ شدم و بعد یهو به دنیا پرت شدم تجربه یه گیج کننده یه دیگه البته الان تمام تلاشمو رو میکنم که اشتباه های گذشته رو انجام ندم. الان دیگه اون احساس جدا افتادگی از دخترای دیگر رو ندارم و احساس ناراحتی هم نمی قبلا اگر کسی نگاه هم کرد احساس خجالت می کردم. احساس می کردم همه میدونن که من همون دختر چیت پوشم. اما حالا دیگه اجازه نمیدم که این افکار عذابم بده. راستی در مورد گلایی که آقای پندلتون بهمون به داد چیزی بهتون نگفتم. آقای جروی پندلتون به هر کدوم از ما یه دستگل بزرگ بنفش و سوسن داد به نظرتون مرد نازنی نیست؟ من قبلا به خاطر دیدن هیئت امنا از مردا اصلا خوشم نمیومد. اما حالا کم کم دارم تغییر عقیده میدم خب نامم خیلی دیگه طولانی شد بهتره که باهاتون خدافزی کنم ارادتمند همیشگی شما جودی بود نامه 23 هم. بابا دیشب تا نصف شب جین ایر میخوندم جین ایر درست مثل من توی پرورشگاه زندگی میکرده بعد معلم سرخونه یه خانواده ثروتمند میشه ارباب خونه عاشقش میشه اما بعد جین ایر بیچاره میفهمه که ارباب یه زن دیوونه داره که توی اتاق طبقه بالا زندگی میکنه شست سال از نوشتن این رمان میگذره راستی شما شهست سال پیش رو یادتونه شهست سال پیش مردم عین کتاب جین ایر حرف میزدن این کتاب به نظر من یه شاهکاره نمیدونم چطور کسی که تمام عمرش فقط و فقط توی کلیسا بوده یه همچین کتابی نوشته بابا من شیفته نویسنده کتاب شدم شیفته خواهرای برونته کتاباشون زندگی و روحیاتشون از کجا همچین ای به دست آوردن بابا وقتی قسمت مشکلات جین کوچولو رو توی مدرسه خیریه میخوندم اینقدر عصبانی شدم که مجبور شدم برم بیرون و قدم بزنم چون احساس میکردم جین بیچاره چی کشیده یاد خانم لیپت افتادم لطفا عصبانی نشید بابا جون نمیخوام بگم که پرورشگاه گیریر جهنمه ولی قبول کنین که یه تکرار نفرت انگیز داره توی هیچ ده سالی که توی پرورشگاه بودم هیچ اتفاق هیجان انگیزی نیفتاد حتی بستنی های روز یک شنبه یک نباخت و تکراری بود البته به جز یه اتفاق وقتی که انبار هیزم آتش گرفت مجبورمون کردن که از خواب بیدار بشیم و لباس بوشیم که اگر ساختمونمونم آتیش گرفت آماده باشیم حتی این اتفاق هم نیفتاد و ما دوباره برگشتیم توی اتاقامون همه دوست دارن که گاهی توی زندگیشون اتفاقات قافل گیر کننده بیفته این میل طبیعی هر آدمیه بابا زندگی من تا روزی که خانم لیپت منو به دفتر خواست و گفت آقای جان اسمید میخواد منو به یه دانشگاه بفرسته یک نواخت بود میدونیم بابا به نظرم مهمترین ویژگی هر آدمی تخیلشه چون میتونه با استفاده از تخیلش خودشو جای دیگه بذاره به علاوه تخیل آدمو مهربون و باشعور میکنه پرورشگاه باید تخیل بچه ها رو پرورش میداد اما پرورشگاه گیریه فقط و فقط میخواد از تخیل بچه ها بگذره و اگر جرقه در کسی ببینه فورا اونو خاموش میکنه توی گریر بیشتر از هر چیزی حس وظیفه شناسی بچه ها رو پرورش میدن تا تخیل اونا رو به نظرم بچه ها حتی نباید معنی این لغت رو بدونن بچه ها فقط و فقط باید یاد بگیرن که هر کار رو عاشقانه انجام بدن سب کنی تا پرورشگاهی که من قرار رئیسش بشم و ببینید من هر شب با همین رویا میخوابم من به همه چیز پرورشگاه هم فکر کردم به خوراکش، به پوشاکش، به تفریح بچه ها، درس و حتی تنبیه بچه ها. حتی از بهترین بچه هم ممکنه که رفتار بد سر بزنه اما در هر صورت بچه ها باید خوشحال باشن تا زمانی که بزرگ بشن و مشکلاتشون هم با اونها بزرگتر بشه و فقط و فقط از خاطرات دوران کودکیشون چیزای خوب به یادگار بمونه زنگ کلیسا رو زدن بابا باید با اتون خدافزی کنم ارادتمند همیشگی شما جودی عبود نامه 24 رو نمیدونین چه اتفاق جالبی افتاده بابا خانواده یه سالی ازم خواستن که این تابستون رو باهاشون برم اردو این اردوگاه توی یه جنگل خیلی زیباست مادر سالی خیلی به من لطف کرده که منم دعوت کرده مگه نه فکر میکنم وقتی کریسمس پیششون بودم از من خوششون اومده ببخشین که نامم اینقدر کوتاه ها فقط میخواستم شما رو از سفر تابستونم مطلع بکنم دختر خوشحال شما جودی نامه 25 بابا لنگ عزیز نامه منشیتون به دستم رسید نوشته بود آقای جان اسمی ترجیح می دهند همچون سال گذشته تابستون رو در یه ایلاق بگذرمید آخه چرا بابا؟ چرا؟, چرا؟ 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 چرا دوست نداری من تابستون رو همراه خانواده سالی باشم؟ مادر سالی از سمیم قلب میخواد که من برم پیششون آخه چه اشکالی داره من اصلا مزاحمشون نیستم بابا اونا خدمتکار ندارن برای همین من و سالی میتونیم خیلی کمکشون کنیم این برای منی که فقط پرورشگاه داری بلدم فرصت خوبیه که خونه یاد بگیرم من و سالی برنامه ریزی کردیم با هم کلی کتاب بخونیم قرار گذاشتیم کتابای انگلیسی و جامعه شناسی سال بعدم بخونیم استادمون گفته اگه اونا رو توی تابستون بخونیم برای سال دیگه خیلی جلو میفتیم تازه اگه دوتایی با هم درس بخونیم خیلی راحتتر یاد میگیریم و حفظشون میکنیم در زمان. یه چیز دیگه این که با مادر سالی توی یه خونه باشم برای من درس زندگیه مادر سالی جالب ترین و بامزه ترین و اجتماعی ترین و جذاب ترین زن دنیاست بابا از همه چی سر در میاره فکرشو بکنید من قبل از این همه ی تابستونای زندگیمو با خانم لیپت گذروندم که عادت داره از همه چیز ایراد بگیره حالا چی میشه این تابستون کنار مادر سالی باشم که درست برعکس خانم لیپته نگران نباشید من جاشون رو تنگ نمی کنم. چون اونا تو چادر زندگی می کنن و هر وقتم که لازم باشه چند تا چادر اضافی دارن ما قراره که توی هوای آزاد ورزش بکنیم برای سلامتیمون خیلی مفیده بابا لنگ دراز عزیزم هنوزم مخالف این که من با خانواده سالی برم سفر من هیچ وقت همچین زندگی دوست داشتنی و شادی رو تجربه نکردم به نظرم همه دخترها حق دارن که یه بار یه همچین زندگی رو تجربه بکنن البته من هر کاری که شما بگید انجام میدم اما تو رو خدا بذارین برم تا حالا هیچ وقت اینقدر دوست نداشتم که جایی برم این نامه رو جروشا عباد نویسنده بزرگ آینده به شما ننوشته صرفا دختری به نام جودی اونم از نوع عبادش نوشته بابا نامه 26 ششم جناب آقای عضو هیئت اومنا طبق نامه ای که از طرف منشکتون به دست من رسیده جمعه بعدی میرم ییلاق و تابسون اونجا میگذرونم ارادتمند همیشگی شما جروشا عبوت نامه بیست و هفته. تقریبا دو ماه از آخرین باری که براتون نامه نوشتم میگذره میدونم که کار درستی انجام ندادم اما این تابسون زیاد شما رو دوست نداشتم نمیتونیم بفهمین که چقدر از نرفتن به اردوی خانواده سالی دلم شکسته البته میدونم شما قیم منی و باید خواسته های شما رو تو همه مسائل در نظر بگیرم اما من اصلا دلیل این کارتون رو نفهمیدم معلوم بود که این بهترین فرصت برای منه اگه من بابا بودم و شما جودی حتما بهتون میگفتم که خدا پشت و پناهت بچه جون برو خوش باش و یه عالم آدمای جدید ببین چیزای جدید یاد بگیر تو هوای آزاد زندگی کن قوی و سر حال شد و برای کار و تلاش سال بعد حسابی استراحت کن اما شما همچین چیزی برام ننوشین در عوض منشیتونی یه نامه تایپ شده برام فرستاد که برم ییلا نامه دستوری تایپ شده شما منو حسابی آزرده کرد. اگه اون قضیه که من شما رو دوست دارم شما منو دوست داشتین به جای نامه تایپ شده با دستخط خودتون برام نامه می نوشتین اگه می حتی فقط یکم برای شما اهمیت دارم برای خوشحالیتون هر کاری می کردم. میدونم از اول قرار بر این بود که من براتون نامه بنویسم و هیچ وقت توقع جواب نداشته باشم شمام دارین طبق قرار عمل میکنی یعنی من دارم درس میخونم و حالا با نامه های عجیب و قریبم بر خلاف قوانین عمل میکنم اما بابا این قرارداد واقعا سخته من بدجوری تنها و شما تنها کسی هستین که من باید بهش علاقه داشته باشم اما شما مثل یه شبهین یه آدم خیالی که توی ذهنم ساختم شاید شما واقعی هیچ شباهتی به شمای خیالی من نداشته باشه اما وقتی توی بهتری بستری بودم کارتی برام فرستادین که با دستخط خودتون برام نوشته بودی من هر وقت که خیلی احساس تنهایی میکنم دوباره برمیگردم و به همون دستخط نگاه میکنم و میخونمش فکر می کنم چیزایی که میخواستم بهتون بگم و نوشتم میخواستم بگم با وجود اینکه هنوز دلخورم اما شما خیلی به من محبت کردین و با من خیلی مهربون بودین حتی اگه یه بارم غیر منطقی رفتار بکنین شما رو میبخشم و دوباره سر حال و خوشحال میشم اگرچه هنوزم وقتی نامه های سالی از اردو به دستم میرسه دوباره ناراحت میشم با این حال دیگه از این موضوع حرفی نمیزنم و از نو شروع میکنم تو این تابستون من مشغول نوشتن بودم چهار تا داستان کوتاه نوشتم و برای چهار تا مجله مختلفم فرستادم میبینید که دارم تلاش میکنم که نویسنده بشم یه کارگاه توی اتاق زیر شیربونی برای خودم درست کردم این اتاق گوشه خونک ساختمونه دو تا پنجره داره و یه خانواده سنجابم گوشش لونه کردن چند روز دیگه براتون نامه یه جالب تری می نویسم و اخبار ییلاقو به گوشتون میرسونم ما منتظر بارونی. ارادتمند همیشگی جودی عبود نامه 28 دو. این نامه رو روی شاخه درخت براتون می نویسم یه قورباغه از پایین قورقور می کنه و یه هم بالای سرم آواز می خونه. الان یک ساعته که بین این دوتا نشستم جای خیلی راحتیه بابا من چند تا کوسن از روی کاناپه برداشتم و روی شاخه ها گذاشتم قلم و یه دست کاغذم اووردم که یه داستان کوتاه جدید بنویسم ولی قهرمان زن داستانم با هم همکاری نمیکنه و به حرفم هم گوش نمیده منم ولش کردم و الان دارم به شما نامه می نویسم حتما الان شما توی هوای بد نیویورک نشستین کاش میتونستم یکم از منظره های آفتابی و هوای دلنشین اینجا رو براتون بفرستم بعد از یه هفته بارندگی اینجا عین بهشت شده تو این هفته بارون میومد و منم سرمست توی اتاق زیر شیرمونی مشغول مطالعه بودم دلم میخواد کشورای استوایی رو ببینم دلم میخواد همه دنیا رو بگردم میخوام یه نویسنده بزرگ یا هنرمند یا هنرپیشه یا نمایش نام نویس یا هر شخصیت بزرگ دیگه ای بشم من تشنه جهان گردیم وقتی چشمم به نقشه جهان میفته دلم میخواد کلاهم و از روی سرم بردارم و شروع بکنم به دویدن قبل از مردنم باید نخلا و معبدای جنوب رو ببینم نامه 29 بابا لنگ دراز عزیز صبح بخیر یه خبر جدید دارم به نظرتون چیه؟ خب بابا شاید باورتون نشه ولی آقای جروی پندلتون عموی جولیا اینجاست به همون خیلی خوش میگذره حداقل به من که خیلی خوش میگذره الان ده روزه که اینجاست و هیچ حرفی هم از رفتن نزده اگه تو بچگی هم اینقدر لوسش کرده باشه نمیدونم چطوری آدم به این خوبی عذاب در اومده من و آقای جروی پندلتون روی میز کوشی که توی ایبون غذا میخوریم گاهی هم زیر درخت ها. البته آقای جروی پندلتون هر جا که بخوان غذا میخورن آقای جروی پندلتون خیلی اجتماعیه هرچند تو نگاه اول شبیه به یه پندلتون واقعی مقروره اما وقتی بیشتر میشناسیش هیچ شباهتی به پندلتون ها نداره تا دلت بخواد آدم صاف و ساده و صمیمی و دوست داشتنیه. با کشاورزای این اطراف خیلی مهربونه کشاورزا اولین بار که دیدنش با شک نگاش میکردن اما رفتار بیشیر پیلش رو که دیدن فوری با دادن در زم زیادم به لباساش اهمیتی نمیده آخه آقای جروی پندلتون لباساش یکم عجیبه شلوار برمودا با کاپشن پیلی دار یا لباس سواری با شلوار پف کرده میپوشه البته برای خانم سمپل فرقی نمیکنه وقتی آقای جروی پندلتون از پله ها پایین میاد با غرول لبخند میزنه و دورش میگرده در زم به آقای جروی پندلتون تذکر میده که حواسش جمع باشه که کجا داره میشینه نگران مباد لباسای آقای جروی پندلتون خاکی بشه البته این کاراش واقعا حوصله آقای جربی پندلتون رو سر میبره به خانم سمپل میگه برو پی کارت لیزی من دیگه بزرگ شدم و لازم نیست که اینقدر بهم به امر و نهی بکنی به نظرم خیلی خنده دار میاد که مردی به گندگی آقای جروی پندلتون با لنگای به اون درازی که تقریبا به درازی لنگای شماست یه زمانی تو دامن خانم سمپل میشسته و خانم سمپل صورتش رو میشسته من و آقای جروی پندلتون توی روسا روستا کیلومتر رو با هم گشت زدیم. در زم من یاد گرفتم با تومه های کوچیکی که از پر درست شده ماهی بگیرم. دوشنبه بعد از اون رفتیم کوه و تا غروب اونجا مودیم. آتیش روشن کردیم و شام پختیم البته آقای جروی پندلتون خودش شامو درست کرد چون بهتر از من بلد بود شام بپزه آقای جروی به زندگی توی اردو عادت داره بعدش زیر نور محتاب از کوه پایین اومدیم آقای جروی تمام را شوخی میکرد و میخندید ایشون تمام کتابایی که من خوندم به علاوه یه یه عالمه کتابای دیگر رو خونده آدم از این همه چیزایی که آقای جروی میدونه مبهوت میشه امروز صبحم یه عالمه پیاده روی کردیم ولی وقت برگشت توی باد و بوران گیر افتادیم وقتی به خونه رسیدیم سر تا پامون خیز شده بود اگر بدونی خانم سمپل چی کار کرد وقتی رفتیم تو آشپزخونه گفت آقای جربی خانم جودی چی کار کردی سر تا پاتون خیز شده پالتوهاتون از بین رفته ای وای بر شما دو نفر رفتارش خیلی خنده دار بود بابا انگار ما بچه های ده ساله این و خانم سمپل یه مادر نگران برای یه لحظه ترسم نکنه اصرون به همون مربا نده نامه یه سیو بابای عزیز به نظرتون این نوشته جالب نیست دنیا انقدر از چیزهای جور با جور پر است که مطمئنم همه ما باید همچون پادشاهان خوشبخت باشیم. دونیم بابا به نظرم حرفش واقعا درسته اگه به هر چیزی که نصیبمون میشه دلخوش بکنیم دنیا پر از شادیه و به همه چی میرسیم فقط راز این قضیه تو نگاه ماست به خصوص اینکه چیزای سرگرم کننده توی ییلا خیلی زیاده مثلا من هر روز توی زمینای همسایه ها قدم میزنم و از منظرهای مردم لذت میبرم بدون اینکه مالیاتی بدم الان یک شنبه شبه و من به خاطر اینکه قهوه خوردم هنوز بیدارم و خوابم نمیبره امروز صبح خانم سمپل از آقای جروی قول گرفت که حتما به کلیسا بیاد آقای جروی پندلتون گفت اگه بتونه حتما میره اما وقت رفتم به کلیسا من و آقای جروی از در پشتی رفتیم برای درشک سواری و ماهیگیری بیچاره خانم سمپل حسابی از دست ما کلافه و عصبانی شده بود آخه معتقد هر کی روز یک ماهیگیری بره حتما میره جهنم تازه میخواست اون روز آقای جربی رو ببره کلیسا و به مردم نشون بده و پوزشو بده از اینکه وقت بیشتری برای تربیت آقای جربی نداشته ناراحت بود ما چهار تا ماهی گرفتیم و اونا رو کباب کردیم اما چون همش از سیخ در میومدن اومدن و روی آتیش مزه خاکستر گرفته بودن بعد از ماهیگیری حدود سه چهار ساعت بعد رسیدیم خونه ساعت پنج دوباره رفتیم گردش ساعت هفت شام خوردیم و ساعت ده منو فرستاد که برم بخوابم الانم دارم نامه می نویسم. البته چشمامم یکم سنگین شده و به زودی خوابم میبره. کاش شما اینجا بودین. چه به بهتون خوش میگذشت بابا. چند روز پیش میخواستم از آقای جروی بپرسم که شما رو توی نیویورک میشناسه یا نه. اما نپرسیدم من حتی اسم واقعیتونم نمیدونم ندونستن اسم شما مسخره ترین چیزیه که توی تمام عمرم شنیدم البته خانم لیپت به هم گفته بودن که شما آدم خیلی عجیبی هستین باید فکرشو میکردم شب بخیر بابا دوستار شما جودی ابوت نامه سی آقای جربی رفت دل همه ما براش تنگ شده وقتی آدم به کسی جایی یا روش خاصی از زندگی عادت میکنه و بعد از دستش میده یه جای خالی توی دلش باقی میمونه یه نوع حس مثل مالش رفتن دل آدما. خوشبختانه تا دو هفته دیگه دانشگاه باز میشه اگرچه این تابستون کلی کار کردم شیش تا داستان کوتاه نوشتم و هفت شعر گفتم البته همه یه نوشته هایی رو که برای نشریات فرستادم با یه نامه معدبانه برام پس فرستادن ولی خیلی هم مهم نیست تمرین خوبی بود آقای جروی داستانامو خوند. وقتی نامه نشریه رو دید نتونستم ازش مخفی کنم وقتی داستانا رو خون گفت انگار نویسنده اصلا نمیدونسته که داره درباره چی می نویسه آقای جروی گفتن حقیقت رو به ادب ترجیح میده البته بعد از خوندن یکی از داستانا که درباره دانشگاه بود گفت داستان بدی نیست منم برای مجله فرستادمش الان دو هفته میگذره و هنوز جوابی نداده. باید بودین و آسمون رو میدیدین بابا نور نارنجی آفتاب روی همه چیز افتاده میخواد طوفان بشه انقدر باد میاد که مجبورم پنجره رو ببندم کتابم توی حیات جا مونده و خیز شده طوفان توی دهکده حسابی عذاب آوره همیشه خیلی چیزا رو توی فضای باز فراموش میکنی و وقتی طوفان میشه خراب میشن نامه سی و بابا جون فکر میکنین چی شده؟ همین الان نامه رسون دو تا نامه برای من برده نامه اول از دفتر مجله بود. داستانمو چاپ میکنند بابا. باورتون میشه تازه پنجاه دلارم برام فرستادن. کم کم دارم یه نویسنده واقعی میشم. و اما نامه دوم از طرف دبیرخونه دانشگاهه قرار من از کمک هزینه تحصیلی دو ساله استفاده بکنم که شامل مخارج تحصیل، غذا و اقامت هم, هم میشه این بورس مخصوص کسایی که نمره هاشون خیلی خوب بوده برای همین این بورس رو به من دادن فکر نمی کردم که به من تعلق بگیره خیلی خوشحالم بابا چون حالا دیگه بار زیادی روی دوش شما نیست فقط همون پول ماهیانه شما برای من کافیه شایدم بتونم پول ماهیانه رو با تدریس یا نویسندگی به دست بیارم دلم برای دانشگاه و درس خیلی تنگ شده امیدوارم زودتر تابستون تموم بشه شما که مجله رو میخرین و داستان منم میخونین مگه نه؟ نویسنده تازه کار شما جودی عبود مه چهل و یکم بابای عزیز این سختترین نامه ایه که تا حالا نوشتم من تصمیم خودم رو گرفتم که چیکار کنم به هیچ وجه از تصمیمم من بر نمی گردم. این نهایت لطف و بخشندگی شماست که میخوایی منو به اروپا بفرستید یه لحظه از این پیشنهاد ذوق زده شدم اما بعد وقتی خوب کردم گفتم نه این درست نیست که من پول تحصیلم و پس بزنم و بعد یه پول دیگه برای رفتن به اروپا از شما بگیرم شما نباید منو به زندگی پرتجمل عادت بدین آدم هیچ وقت حسرت چیزایی که نداشته رو نمیخوره اما اگه حقوق طبیعیشو ازش بگیرن زندگی براش سخت میشه زندگی با جولیا و سالی فلسفه یه زندگی منو تحت تاثیر قرار داده هر دوشون از بچگی همه چی داشتن و خوشی رو حق خودشون میدونن دنیا بهشون میده اما برای من فرق میکنه دنیا از اول حق و حقوق منو مشخص کرده و هیچ بدهی هم به من نداره خیلی چیزا قابل تغییر نیستن بابا لنگدراز عزیز به هر حال من مطمئنم کاری که من باید انجام بدم رفتن به مگنولیاست بابای عزیز نامه چهل و من توی مگنولیام بابا جون قبل از اومدنم به اینجا یه یادداشت از آقای جربی پندلتون به دستم رسید ایشون هم تابستون رو در اروپا میگذرونن البته نه با جولیا و خانوادش تنهای تنهای تنها منم گفتم که شما قصد داشتین منو به اروپا بفرستید آقای جروی پندلتون میدونه که شما قیم منین و پدر و مادر من فوت کردن البته چیزی در مورد پرورشگاه گریر نگفتم شما رو دوست خانوادگی معرفی کردم اصلا بهش نگفتم که شما رو نمیشناسم به نظرم اونجوری ماجرا خیلی عجیب و پیچیده میشد به هر حال آقای جروی پندلتون اصرار میکرد که من به اروپا برم گفت اینم جزی از تحصیلات ضروری منه و نباید دعوتش رد کنم آقای جروی پندلتون هم اون وقت پاریسه گفت میتونم گاهی از دست خانم سرپرست فرار بکنم و به رستورانای بامزه و جالب پاریس باهاش برم کم کم داشتم سوس میشدم و از این حرفاش خیلی خوشم میومد. اما اگر جملاتش تحکیم آمیز نبود شاید قبول میکردم. و با راستش میشه منو آروم آروم گول زد ولی هیچ کس نمیتونه منو مجبور به کاری بکنه آقای جروی پندلتون هم میگفت که من یه دختر لوس احمق بیعق رویایی خلو و کل شقه گفت هنوز خوب و بعد تشخیص نمیدم و باید اجازه بدم که بزرگترا برای من تصمیم بگیرن نزدیک بود کارمون به دعوا بکشه شایدم کشید و من متوجه نشدم بعد از بحث من و آقای جروی پندلتون فوری چمدونم و بستم و به اینجا اومدم فکر کردم بهتر وقتی این نامه رو تموم بکنم که به اینجا اومده باشم و پلای پشت سرم و همه رو خراب کرده باشم حالا من تو خونه خانم پاترسونم چمدونم رو باز کردم و دارم به فلورانس دختر کوچیک خانم پاترسون درس میدم فلورانس خیلی لوسه تو اولین قدم باید بهش یاد بدم که چطور درس بخونه خانم پاترسون معتقده که آموزش توی هوای باز خیلی بهتره برای همین کلاسای ما روی صخره بزرگ رو به دریا برگزار میشه اما وقتی چشمم به دریا میفته و کشتی ها رو میبینم خودم رو تصور میکنم که با یکی از این کشتی ها به خارج از کشور سفر میکنم باید سعی بکنم که به این چیزا اصلا فکر نکنم بابا جون برای همین به سرعت مشغول درس لاتین میشم خب میبینید بابا چقدر توی کارم غرق شدم لطفا از دستم عصبانی نشید و فکر نکنید که من قدر محبت شما رو نمیدونم من همیشه قدر محبتاتون رو میدونم بابا دارم سعی میکنم که شهروند خوبی باشم البته اگر خانوما رو شهروند حساب بکنن میخوام وقتی به من نگاه میکنید بگید من این فرد مفید رو به جامعه تقدیم کردم این حرف قشنگی نیست؟ اما من میخوام گولتون بزنم من آدم استثنایی نیستم بابا جون یه آدم معمولی هم که ممکنه به هیچ کدوم از چیزایی که میخواد نرسه و معمولی هم باقی بمونه احتمالا آخرش هم با یه آدم معمولی ازدواج میکنم و تنها کار مهم زندگیم الهام بخشیدن به شوهرمه ارادتمند همیشگی شما جودی عبود نامه چهل و سفو. بابا لنگ دراز عزیز پنجره اتاق من رو به دریا و صخره است خیلی قشنگه بابا روزای من با تدریس درس لاتین جبر و انگلیسی به دو تا شاگرد کودن میگذره نمیدونم اصلا ماریون چطوری میخواد به دانشگاه بره به فلورانس هم ذره ای امید ندارم اما در عوض خیلی خوشگل و نازه برای آدمای خوشگل چه اهمیتی داره که کودن باشن شاید شانس آورد و یه شوهر کودنتر از خودش گیرش اومد خوشبختانه آدمای کودن هم زیاد پیدا میشن این تابسون با خیلی هاشون برخورد داشتم بابا جون بعد از ظهر کنار دریا یا روی صخره ها قدم میزنم گاهی هم شنا میکنم دارم از درسایی که یاد گرفتم به صورت عملی استفاده میکنم یه نامه از طرف سالی به دستم رسیده ازم خواسته که بقیه تعطیلات به اردوی اونا برم از طرف آقای جروی پندلتون هم نامه داشتم نوشته از اینکه به نصیحتش گوش نکردم منو نبخشیده اما گفته اگر به وقت به ییلاق برگردم چند روز آخر قبل از دانشگاه میاد تا به هم سر بزنه و اگر دختر خوب و مهربونی باشم شاید منو ببخشه من تصمیم گرفتم به اردوی سالی برم باید از شما اجازه بگیرم یا به اندازه بزرگ شدم که دیگه خودم برای خودم تصمیم بگیرم خودم که فکر میکنم انقدر بزرگ شدم که بتونم تصمیم بگیرم من به استراحت و دیدن یه جای جدید نیاز دارم اما اگر راستشو بخواین دل اصلی برای رفتن به اردوی خانواده سالی چیز دیگه ایه میخوام آقای جروی پندلتون به ییلاق بره و ببینه که من اونجا نیستم. تو این دنیا هیچ کس غیر از شما حق نداره بابا جون برای من تعیین تکلیف کنه البته شما گاهی نمیتونین این کارو بکنید دیگه من دارم راه میفتم برم جنگل بابا جون مراقب خودتون باشید دوست داره همیشه گیر شما جودی عبود قامه چهل و چهارم خب بابا لنگ دراز عزیز من رسیدم به اردوی خانواده سالی خوشحال میشم که به اطلاعتون برسونم نامه شما به موقع به دستم نرسید وگرنه منو از اومدن به اینجا محروم میکردید اگر میخواید به توصیه عمل بشه به منشیتون دستور بدین که هر بار نامه ها رو دو هفته قبل از هر کاری برام بفرسته من الان پنج روزه که به اردو اومدم جنگل با صفا اردو خوب و هوا عالیه و منم خیلی خوشحالم از اینکه دستورتون رو اجرا نکردم منو باید ببخشید ولی شما چرا اینقدر اصرار دارین که من تفریح نکنم من حق دارم وقتی که تمام تابستون کار کردم یکم تفریح کنم شما خیلی بخیلین بابا به هر حال من با همه ی عیباتون شما رو دوستتون دارم نامه چهل و بابا لنگ درازه عزیزم من دوباره برگشتم دانشگاه امسال دانشجوی سال آخرم و همینطور سردبیر مجله ماهانه دانشگاه نمیتونید باور بکنید که این دختر همون دختر چهار سال پیش توی پرورشگاه جانگریره نه ما توی آمریکا خیلی زود پیشرفت میکنیم بابا جون جولیا یه چمدون لباس خیلی قشنگ از پاریس با خودش آورده من فکر کردم که لباسای امسالم لنگه ندارن اما بعد از دیدن لباسای جولیا فقط یه فکر توی سرم چرخه من برای این زندم که به پاریس برگردم بابا جون خوشحال نیستین که دختر نشدین لابد به نظرتون این همه توجه به لباس کار احمقانه یه. نه؟ بله هست اما تقصیر خودتونه راستی خانم خدمتکار خوابگاه لباس چیت راه راه آبی می پوشه قصد دارم براش چیت قهوهی بخرم و همه ی لباسای چیت راه رو بندازم توی دریا لباساش منو یاد پرورشگاه گریر میندازه. دازه ارادتمند همیشگی چودیه بود نامه چهلوششو بابا لنگ دراز عزیزم آینده ادبی من دچار خطر جدی شده نمیدونم بهتون بگم یا نه ولی به شدت نیازمند همدردی شما لطفا اصلا در نامه بعدیتون بهش هیچ اشاره ای نکنید و زخممو تازه نکنید من تمام مدت زمستون و تمام شب وقتی که به شاگردام درس نمیدادم مشغول نوشتن یه رمان بودم بعد از تموم شدن رمان برای انتشارات پستش کردم انتشارات دو ماه رمان رو پیش خودش نگه داشت منم فکر کردم که حتما از رمان خوششون اومده اما بابا جون دیروز ناشر سریح و پدرانه نوشته بود که با دیدن نشونی من متوجه شده که من دانشو هم. گفت که بهتره به نصیحتش گوش کنم و همه هم و غممو رو بذارم روی درس نظرش این بود که نوشتن رو بذارم برای بعد از فارغ و تحصیل شدنم مشاور ادبیشونم پیوستی اضافه کرده بود و نوشته بود طرح داستان غیر منطقی و شخصیت ها اقراق شده هستند گفتگوها مصنوعی و تنز پردازی زیاد و گاهی نچسب است به نویسنده بگید به کوششش ادامه بده شاید در زمانش رمان خوبی نوشت بعد از خوندن این نامه کلی غمگین شدم بابا فکر می کردم دارم اثری جابدانه به ادبیات آمریکا تقدیم می کنم البته حق با مشاوره من اطلاعاتم و توی تعطیلات کریسمس اونم توی خونه پندلتونا جمع کرده بودم دو هفته زمان کمی برای آشنایی با آداب و رسوم مردمی شهر بابا دیروز وقتی برای قدم زدن به محبته رفتم جلوی موتورخونه وایستادم و از مسئول موتورخونه پرسیدم آیا میتونم از کوره استفاده بکنم یا نه بعدم تمام کتابام و با دست خودم ریختم توی کوره اینجوری شد که دیشب با ناراحتی خوابیدم همش با خودم فکر کردم که شما دارین پولاتون رو برای من هدر میدین با گریه زیاد خوابم برد اما فکر میکنید که امروز صبح چی شد من با کلی ایده های جدید از خواب بیدار شدم و تمام امروز به شخصیت های جدیدم فکر میکردم میبینین چه روحیه قوی دارم فکر میکنم که اگر من شوهر و بچه داشتم و همشون توی زلزله میمردن صبح روز بعد لبخند به لب سر و کلم پیدا میشد و دنبال راه انداختن یه جین بچه دیگه بودم شایدم این تسلیم نشدن خاصیت پرورشگاهیه با یک دنیا محبت جودی ابوت نامه چهل و هفته. دیشب یه خواب مسخره دیدم خواب دیدم وارد یه کتاب فروشی شدم کتاب فروش یه کتاب به اسم زندگی نامه جودی عبوت برام آورد. کتاب جلد پارچه قرمز داشت و عکس پرورشگاه گریر روی جلد اولش بود صفحه اولم عکس من چاپ شده بود و زیرش نوشته شده بود با عرض ارادت خالصانه جروشا عبوت داشتم کتاب و برق می زدم تا نوشته یه روی سنگ قبرمو بخونم که از خواب پریدم تقریبا فهمیدم که با کی ازدواج می و کیم می میرم فکر نمی کنید که اگر آدم بتونه زندگیش رو مثل کتاب بخونه خیلی جالب باشه به نظرتون چند نفر حاضر به خوندن قصه زندگیشون میشن اگر بخوننش مجبورن تا آخر عمر بدون امید و بدون اینکه دیگه از چیزی هیجان زده بشن زندگی کنند حتی بهترین زندگیام یه نباختن آدم مجبور دائم بخوره و بخوابه تصور بکنید بین این خوردن و خوابیدن و هیچ اتفاقی نمیافتاد به نظرم زندگی خیلی کسل راستی بابای عزیز عزیز عزیزم عقل تو کلتون نیست مگه نمیدونین که به یه دختر نباید 17 تا هدیه کریسمس داد میخوایم منو تبدیل به یه آدم پولدار گردن کلوف کنید اگه یه روز دعوامون شد چطور این کادوها رو به شما پس بدم منو ببخشید شال گردنی که من فرستادم براتون خیلی کج و است اما در عوض خودم بافتمش ازش تو روزای سرد استفاده بکنید و دکمه های پالتوتون رو تا بالا ببندید یه دنیا متشکرم بابا جون به نظرم شما مهربون ترین بابای دنیا هستید. براتون یه شب چاربرگ که از اردو چیدمم فرستادم سال نو براتون برکت میاره نامه چهل و اوز به هیئت امنای عزیز فردا اولین چهارشنبه یه ماهه یه روز خسته کننده تو پرورشگاه گریر نمیدونید وقتی ساعت پنج میشه و شما دست نوازش به سر بچه ها می و میرین بچه ها چه نفس راحتی میکشن بابا جون شما شخصا به سر منم دست کشیدین؟ البته تو خاطراتم فقط مردای شکم گنده رو یادمه که به سرم دست کشیدن لطفا سلام منو به پرورشگاه گیریر برسونید وقتی از پشت مه این چهار سال به گذشته نگاه میکنم احساسم نسبت به پرورشگاه جان گیریر کاملا محبت آمیزه اولا که به دانشگاه اومده بودم فکر میکردم از پرورشگاه بیزارم چون احساس می از دوران بچگی که بقیه دخترها به صورت طبیعی داشتن من محروم شدم اما حالا اصلا همچین احساسی ندارم حتی دوران بچگی خیلی عادی میدونم این حالت با اسم که همیشه از دور به زندگی نگاه بندازم خیلی از دخترها قدر چیزایی که دارن رو نمی دونن مثل جولیا اصلا متوجه نیستن که چقدر خوشبختن اونا انقدر به این خوشی عادت کردن که حسی نسبت بهش ندارن من کاملا مطمئنم که تو هر لحظه از زندگیم خوشبختم بابا حتی اگر اتفاق بدیم برام بیفته بازم سر حرفم هستم آسمون بالای سرم هر رنگی که بشه من شهامت روبرو شدن با هر سرنوشتی رو دارم به هر حال بابا جون علاقه من به پرورشگاه گیریه رو جدی نگیرید من حتی اگه پنج تا بچم داشته باشم هیچ کدوم رو روی پله پرورشگاه نمیذارم که همینجوری برای خودشون بزرگ بشن سلام سمیمانم رو به خانم لیپت برسونید یادتون نره که بهش بگین چه شخصیت جالبی پیدا کردم قربان شما جودی عبود نامه چهل بابای عزیز من و سالی تو تعطیلات عید پاک به ییلاق اومدیم با هم به این نتیجه رسیدیم که بهترین کاری که میتونیم بکنیم اینه که ده روز رو یه جای خلبت بگذرونیم برای پیاده روی بالای تپه ها میریم میخونیم مینویسیم و استراحت میکنیم امروز صبح رفتیم بالای تپه ها همون جایی که یه بار با آقای جروی پندلتون رفته بودیم هنوز اصل آتیشی که درست کرده بودیم روی سنگ باقی مونده بود خیلی برام جالب بود چطور بعضی جاها با بعض از آدم ها پیوند میخوره وقتی آدم به یه جایی که ازش خاطره داره برمیگرده نمیتونه به اون آدم فکر نکنه من برای دو دقیقه بدون آقای پندلتون حسابی احساس تنهایی کردم بابا فکر میکنین تازگی ها چی کار کردم؟ دارم یه کتاب جدید می نویسم البته کتاب قبلی رو توی سطل آشغال انداختم فکر کنم داریم مطمئن میشین که من درست بشو نیستم الان سه هفته است که رمان جدیدم رو شروع کردم حدس بزنین که داستان کجا اتفاق میافته. توی پرورشگاه گیریر فقطم در مورد اتفاقات کوچیکی که هر روز توی اونجا میافتاد کتاب جدیدم خود به خود تموم میشه و بعدش هم منتشر میشه حالا میبینید اگر آدم با تمام وجودش دنبال چیزی باشه و براش تلاش بکنه حتما به دستش میاره الان چهار سال میشه که من منتظر نامه ای از طرف شما میبینید که هنوز دل سرد نشدم بابای عزیز نامه پنجاهم. بابا لنگراز عزیز میخوام این نامه رو خیلی کوتاه بنویسم چون حتی با دیدن قلمم دستم درد میگیره تمام روز سر کلاس مشغول یادداشت برداشتن هستم و تمام شب در حال نوشتن رمان جاودانم اصلا زمانی هم برای استراحت ندارم جشن فارغ و تحصیلی چهارشنبه سه هفته دیگه است ازتون خواهش میکنم بیاین ولی خودتون رو به من نشون ندین اگر نیاین واقعا ازتون بیزار میشم بابا جولیا از آقای جربی پندلتون دعوت کرده سالی برادرش جیمی رو برای جشن دعوت کرده منم از بین شما و خانم لیپت باید یکی رو انتخاب میکردم و چون قصد ندارم که خانم لیپت رو دعوت کنم ازتون خواهش کنم که به این جشن بیاین بابا با یه دنیا محبت و انگوشتایی که خیلی درد میکنه دوستدار شما جودی ابوت نامه پنجاه و یکم من فارغ و تحصیل شدم مدرکم با دو دست از بهترین لباسام توی کشوی دراورمه جشن فارغ و تحصیلی مثل همیشه برگزار شد با بارونی از کاغذ رنگی ها که در مهمترین لحظه جشن توی هوا پخش شدن از گنچه های گل روزی که فرستادین از شما ممنونم با وجود اینکه هم آقای جروی پندلتون و هم جیمی برای منم گل آورده بودن اما من گلی که شما برام فرستاده بودین و توی دستم گرفتم. تا به سون میرم ییلاق شاید برای همیشه پول غذا تو ییلاق ارزونه محیطشم هم ساکته و برای یه نویسنده خیلی مناسبه من عاشق کتابم هم بابا حتی وقتی که دارم راه میرم تو فکرشم و شبا خوابشو میبینم تنها چیزی که میخوام یه محیط آروم و ساکته با یه عالم وقت برای نوشتن این ماه آقای جروی پندلتون میان اینجا من خیلی منتظر بودم شما هم یه وقتی با ماشینتون به اینجا سر بزنید ولی الان فهمیدم که هیچ امیدی نیست وقتی شما برای جشن فارغ و تحصیلی من نیومدین برای همیشه ازتون دل کندم و شما رو به خاک سپردم جودی ابوت دارای مدرک کارشناسی نامه پنجاه و ببینم شما از کارتون لذت میبرید شایدم اصلا کار نمیکنید به نظرم وقتی آدم از کارش کیف میکنه که کارشو به همه کارهای دنیا ترجیح بده تو تمام تابسون هر روز با حد اکثر سرعت قلمم نوشتم بابا فقط تنها ناراحتی من از دنیا اینه که روزا انقدر طولانی نیستن که من همه افکارم رو روی کاغذ بیارم پیش نویس دوم کتابم رو تموم کردم فردا صبح ساعت هفت و نیم پیش نویس سوممو شروع میکنم باور کنید میگم در حال حاضر به غیر از کتابم به هیچ چیز دیگه ای فکر نمی کن. صبح ها اینقدر می نویسم که بیحال حال می شم. بعد با سگ گله از خونه بیرون میرم. توی مزرعه گشت میزنم و مواد خام نوشتن برای روز بعد رو جمع می کنم بابا جون عزیزم شما که فکر نمی کنید من آدم از خود راضی باشم ها؟ نه من واقعا از خود راضی نیستم فقط هیجان زدم شاید بعدن سرد و ایرادگیر و پیفیفی بشم اما نه چون مطمئنم که این بار یه کتاب حسابی نوشتم صبر کنید و خودتون ببینید شاید این همه حرف زدن راجع به کتابم خستتون بکنه سعی میکنم یه دقیقه در مورد چیزای دیگه حرف بزنم خبر چندانی راجع به ییلاق ندارم حیونا همه سر حال و قبراقن خوکا چاق شدن مرغا تخ میذارن پس می گرفتم که برای بهار سال دیگم از یه ماشین جوجه کشی برای پرورش جوجه گوشتی استفاده کنم میبینید که من برای همیشه توی ییلاق موندگار شدم بابا تصمیم گرفتم انقدر اینجا بمونم تا صد و چهارده تا رمان بنویسم بعد دست از کار بکشم و برم مسافرت امیدوارم قدر این که با انگشتای دردناکم هم براتون همچین نامه مفصلی نوشتم و بدونید بابا جون من هنوز شما رو خیلی دوستتون دارم و خیلی احساس خوشبختی میکنم با همه منظره زیبا و غذاهای فراوان و تخت خواب و یه دست کاغذ سفید و یه شیشه جوهر دیگه از دنیا چی میخوام؟ ارادتمند همیشگی شما جودی عبود نامه پنجاه و سوم بابا لنگ دراز عزیز موندم که شما کجایین هیچ وقت نمیفهمم کجای دنیا هستین چطوری این همه سال به حرفای من بی توجه بودین امیدوارم توی این هوای وحشتناک نیویورک نباشین امیدوارم روی یه قله کوه باشین و به من فکر کنید لطفا به من فکر کنید من خیلی احساس تنهایی میکنم بابا خیلی دلم میخواد یه نفر به من فکر بکنه کاش شما رو میشناختم بعد هر وقت که ناراحت بودیم میتونستیم همدیگر رو خوشحال کنیم من خیلی تنها فکر نمی کنم بتونم بیشتر از این توی یه ایلاق دوون بیارم میخوام از اینجا برم سالی زمستون سال بعد به بستون میره تا توی یه اداره باز پرداخت کار کنه میتونیم با هم یه سویت بگیریم نه من رمان می و سالیم به حسابای دیگران رسیدگی میکنه شبا میتونیم پیش هم باشیم وقتی آدم به جز خانواده سمپل هیچ هم صحبتی نداشته باشه شبا واقعا براش طولانی میگذره میتونم از همین الان حد بزنم که شما از ایده سویت گرفتن با سالی اصلا خوشتون نمیاد همین الان میتونم نامه منشیتونم تصور بکنم که مینویسه جروشا عبات عزیز بانوی محترم آقای اسمی ترجیح میدهند که شما در ییلاق بمانید من از منشی شما متنفرم بابا دلم میخواد برم بستون نمیتونم دیگه اینجا بمونم اگه به همین زودی یا اتفاقی نیفته خودم رو پرس میکنم توی سیلو من فقط دلم یه خانواده میخواد بابا کاش شما رو میشناختم جودی عبود نامه پنجاه و چهارم بابا لنگ دراز عزیزم یادداشتتون رو که با دستای لرزون نوشته بودین امروز صبح به دستم رسید نمیدونستم که شما مریض شدین وگرنه با مشکلاتم اذیتتون نمیکردم باشه مشکلمو بهتون میگم قضیه یه جورایی پیچیده و خیلی محرمانه است پس لطفا بعد از خوندن نامه منو بسوزونینش قبل از اینکه در مورد مشکلم حرف بزنم اینو بگم که براتون یه چک هزار دلاری فرستادم مسخره است که من برای شما چک بفرستم به نظرتون این پولو از کجا آوردم بابا جون کتابم فروختم قرار اول توی هفت قسمت به شکل پاورقی چاپ بشه و بعد به صورت یه کتاب کامل لابد فکر میکنید که سر از پا نمیشناسم اما اینجوری نیست چون حسی ندارم البته از اینکه قرضای شما رو میدم خوشحالم به غیر از این دو هزار دلار دیگه بهتون بدهکارم من بیشتر از پول به شما بدهکارم و تا آخر عمر باید با سپاسگزاری و محبت به شما دینما ادا کنم خب بابای عزیز برگردیم به حرف قبلیمون لطفا با استفاده از تجربیاتتون منو راهنمایی کنید یه جورایی شما همه ی منین اما اگه بهتون بگم که یه مرد رو یه جور دیگه و بیشتر از شما دوستش دارم ناراحت نمیشین البته فکر کنم خودتون تا الان حد زده باشین خیلی وقته که نامه های من از اسم آقای جروی پندلتون پر شده کاش میتونستم بهتون بگم که آقای جروی پندلتون چه جور آدمیه عقیده ما تقریباً درست مثل همه البته من دوست دارم افکارم و تغییر بدم تا با طرز فکر آقای جروی پندلتون جور در بیاد تقریبا همیشه حق با اونه البته بایدم باشه چون چهارده سال از من بزرگتره از طرفی مثل یه پسر بچه نیاز به مراقبت داره من و اون در مورد چیزای خنددار هم عقیده ایم اون خیلی خوبه فکر نمی کنم اختلاف نظر عمیقی بین من و آقای جروی پندلتون باشه به علاوه جروی پندلتون خود خودشه بدون اون دنیا برام خالی و دردناکه بابا من از محتاب متنفرم چون آقای جروی پندلتون نیست تا با هم دیگه به محتاب نگاه کنیم شاید شما هم عاشق کسی بودین برای همین نیازی نیست که براتون توضیح بدم اما اگر نبودین نمیتونم براتون بیشتر توضیح بدم به هر حال این احساس واقعی من به آقای جروی پندلتونه اما اما پیشنهاد ازدواجش رو قبول نکردم براش توضیح ندادم که چرا درخواستش رو رد میکنم زبونم بند اومده بود و درمونده شده بودم نمیدونستم که چی باید بگم علت اینکه که بهش جواب رد دادم این نیست که بهش علاقه ندارم به خاطر علاقه زیادی که بهش دارم به خاطر همین پیشنهادش رو رد کردم ترسیدم بعدا پشیمون بشه من اصلا طاقت پشیمونیشو نداشتم به نظرم درست نیست کسی با موقعیت اجتماعی و خانوادگی اون با کسی مثل من که حتی معلوم نیست پدر و مادرش کیان ازدواج کنه من هیچی در مورد پربرشگاه گریر بهش نگفتم اصلا دوست نداشتم که بهش بگم که نمیدونم کیم شایدم آدم بدجنسی باشم خانواده ی جروی خیلی مغرورن خب منم غرور دارم به علاوه نسبت به شما هم احساس وظیفه می کنم. من درس خوندم تا نویسنده بشم نه اینکه این همه درس بخونم و آخرش نویسندگی رو کنار بذارم البته حالا که دارم از نظر مالی توانایی پیدا می کنم احساس می کنم تا حدودی دینم رو به شما ادا کردم هرچند به نظرم حتی اگر ازدواجم بکنم بازم میتونم نویسندگی رو ادامه بدم این دوتا از هم جدا نیستن به نظرم دو نفری که کاملا با هم جورن وقتی که از هم دورن احساس تنهایی میکنن نباید اجازه بدن که هیچ چیزی باعث جداییشون بشه البته من دلم میخواد همشین چیزی رو باور بکنم اما دوست دارم نظر بیطرفانه شما رو هم بدونم در ضمن شما از یه خانواده اصیلین و میتونید از دید یه آدم با تجربه به این موضوع نگاه بکنید میبینین چقدر با شجاعت همه ی از شما مطرح کردم؟ فرض کنید پیش آقای جروی پندلتون برم و بگم مشکل من پرورشگاه گیریره به نظرتون کار خیلی مزخرفی نیست ترجیح میدم تا آخر عمرم بدبخت باشم اما همچین حرفی نزنم این قضیه مربوط به دو ماه پیش میشه بعد از اون دیگه از آقای جروی پندلتون هیچ خبری نداشتم سعی میکردم با دل شکسته خودم کنار بیام تا اینکه جولیا برام یه نامه فرستاد تو نامه نوشته بود که آقای جروی پندلتون به شکار رفته یه شب توی طوفان گیر کرده و حالا زاتوریه گرفته من هیچی نمیدونستم و از اینکه بدون گفتن یه کلمه قیبش زده از دستش ناراحت بودم به نظرم آقای جروی پندلتون خیلی ناراحته. به نظر شما من الان باید چیکار کنم؟ دوستار شما جودی بود حتما میام ساعت چهار و نیم بعد از ظهر روز چهارشنبه حتما راهو پیدا میکنم تا حالا سه بار نیویورک اومدم بچه که نیستم انقدر توی این مدت به شما فکر کردم که باورم نمیشه شما از گوشت و استخونید خیلی لطف کردین که با وجود مریضی خودتون رو به زحمت انداختین تا منو ببینید مراقب خودتون باشین و سرما نخورید قربان شما جودی بود نامه پنجاه و ششون. بابا لنگ دراز یا بهتره بگم آقای جروی پندلتون عزیزم دیشب خوابتون برد من که یک لحظم چشم روی هم نذاشتم چون بیش از حد مبهوت هیجان زده و گیج بودم فکر نمی کنم دیگه بتونم بخوابم یا غذا بخورم ولی امیدوارم که تو خوابیده باشی باید خوب استراحت کنی و زودم خوب بشی تا بیای پیش من عزیزم اصلا نمیتونم فکرشم بکنم که تو در تمام این مدت مریض بود یا من اصلا ازت خبری نداشتم وقتی دکتر تا کالاسکه همراهیم میکرد گفت سه روز بوده که ازت قطع امید کرده بودن آه عزیز دلم اگه همچین اتفاقی میافتاد روشنایی از زندگی من میرفت میخواستم با نوشتن این نامه بهت روحیه بدم اما حالا یکی باید به خودم روحیه بده من این خوشبختی رو حتی توی خوابم نمیدیدم خیلی تو فکر رفتم ترس از اینکه برای تو اتفاقی بیفته سایه بزرگی شده که روی زندگی من سایه انداخته قبلا میتونستم سر به هوا و بی خیال و بی تفاوت باشم چون چیز با ارزشی توی این دنیا نداشتم اما حالا تا آخر عمر نگرانی بزرگی دارم وقتی ازم دوری به ماشینایی فکر میکنم که ممکنه با تو تصادف کنن یا میکروبای وحشتناکی که ممکنه اشتباهی خورده باشیشون آرامش فکری برای همیشه از وجود من رفته اما به هر حال آرامش صرف دیگه برام اهمیتی نداره تو رو خدا تو رو خدا زود خوب شو میخوام کنارم باشی تا مطمئن بشم که واقعا وجود داری نیم ساعتی که پیش هم بودیم چقدر کوتاه بود کاش فامیل دورت بودم و هر روز بهت سر میزدم با صدای بلند برات کتاب میخوندم و وادارت میکردم که بخندی سر حالی نه دکتر میگفت توی این نیم ساعت انگار ده سال جوون تر شدی امیدوارم عشق همه رو جوون کنه اگه من ده سال جوون تر بشم یعنی یه دختر یازده ساله باشم بازم منو دوست داری دیروز عجیب ترین روز زندگی من بود اگر صد سال دیگه عمر کنم جزئیات امروز رو یادم نمیره دختری که صبح از ییلاق رفت با دختری که شب به ییلاق برگشت خیلی فرق داشت خانم سمپل ساعت چهار و نیم از خواب بیدارم کرد وقتی چشمامو باز کردم اولین فکری که تو ذهنم جرقه زد این بود امروز قراره بابا لنگ رو ببینم صبحونه رو زیر نور شم خوردم و بعد پنج مایل رو با گاری تا ایستگاه رفتم خورشید وسط راه طلو کرد و تمام درختها توی نور نارنجی رنگ آفتاب می درخشیدن. هوا صاف و پر از امید بود احساس کردم که قراره یه اتفاق بیفته انگار تو تمام راه صدای ریل های قطار می‌گفتن که امروز قراره بابا لنگ دراز ببینی این فکر به هم آرامش میداد و مطمئن بودم که همه گره ها به دست بابام باز میشه. از طرفی می‌دونستم مردی عزیزتر از بابا دلش می‌خواد منو ببینه یه جورایی احساس میکردم که قبل از پایان این سفر حتما آقای جربی پندلتون رو می بینم. وقتی به خونه خیابان مادیسون رسیدم خونه انقدر بزرگ و پرهیبت بود که جرأت نداشتم برم تو برای همین یه دور دور خونه گشتم و بعد در زدم خدمتکارتون خیلی مرد مهربونی بود وقتی منو دید گفت شما جروشا عبود هستین؟ وقتی گفتم بله منو به یه سالن راهنمایی کرد بعد از چند دقیقه دوباره برگشت و منو به کتاب خونه یه طبقه یه بالا برد وقتی وارد اتاق شدم به قدری تاریک بود که تا چند لحظه احساس می کردم که هیچ چیزی توی اتاق وجود نداره اما وقتی چشام به نور عادت کرد کم کم مبلوی بخاری رو گوشه یه اتاق و یه میز چای خوری رو تشخیص دادم بعد مردی رو دیدم که روی مبل بزرگی نشسته بود وقتی منو دید با لرزش زیاد که ناشی از ضعفش بود به سختی بلند شد اون وقت دیدم که تویی اولش فکر کردم که بابا لنگ دراز تو رو به خونش دعوت کرده تا اونجا همدیگه رو ببینی بعد تو خندیدی و دست تو به طرف من دراز کردی و گفتی جودی کوچولوی عزیزم حدس نمیزدی که من من بابا لنگ دراز تو باشم توی اون لحظه همه چیز رو متوجه شدم چقدر خنگ بودم اگه یکم هوش داشتم یه عالم شواهد جزئی بود که این موضوع رو میتونه ثابت بکنه من هیچ وقت کارگاه خوبی نمیشم مگه نه بابا جون جروی پندلتون باید چی صداد کنم جروی پندلتون خالی انگار یکم میبی ادبانه است نمیتونم نسبت به تو بی ادب باشم نیم ساعتی که قبل از اومدن دکتر پیشت بودم خیلی برام شیرین بود وقتی به ایستگاه رسیدم انگار گیج بودم که نزدیک بود اشتباهی سوار یه قطار دیگه بشن تو هم گیج بودی یادت رفت به هم چای بدی ولی ما هر دومون خیلی خوشحالیم مگه نه وقتی من با گاری به یه ایلاق برگشتم هوا تاریک بود اما تمام ستاره ها می درخشیدن. امروز صبح به همه جاهایی که با هم رفته بودیم دوباره رفتم و به همش فکر کردم همه جا یاد حرفا و طرز نگاهت میافتادم. هوا امروز جون میده برای کهنوردی. کاش پیشم بودی و با هم از تمام تپه ها بالا می رفتیم خیلی دلم برا تنگ شده جروی پندلتون عزیزم این دلتنگی تو هم با خوشحالیه چون به زودی پیش هم خواهیم بود ما واقعا مال همیم و این یه رویا نیست به نظرت عجیب نیست که بالاخره منم کسی رو دارم برای من که خیلی شیرینه هرگز حتی برای یه لحظه نمیذارم که از داشتنم پشیمون بشی ارادتمند همیشگی تو جودی ابوت